دوستان عزیز، برنامه های تلویزیون پیام افغان را از همین حال از طریق فریکونسی جدید هارتبرد 13، فریکونسی 11179 هوریزانتال 3/4 با سمبول ریت 27500 می توانید تماشا بفرمایید. گران دوستان و سلامونه و احترامونه خراغلاست سپین و خبر و پروگرام تا دوستان عزیز عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد باز هم از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم و دیروز 4 جولای و روز تجلیل از استقلال ایالات متحده امریکا بود از انگلیس ها، البته از زیر یوغ انگلیس خود بیرون آوردن و روز شادی بود و آتشبازی و ترجمات خرسندی و خوشحالی در سراسر ایالات متحده امریکا تجلیل شد و ما هم از استقلال بسیار خوشم آمد. دوستان عزیز، شخص مستقل، آزاد، آزاده با صراحت لهجه، هم در تصمیم آزاد، هم در گفتار آزاد و هم در کردار آزادی انسان تأمین باشه، چه نعمتی است که خداوند طبیعتاً بر انسانها اعطا کرده. و متاسفانه به سطح کشوری یا انفرادی ما یکی دیگه خود یا اسیر اقتصادی می سازیم و یا با جبر و اکراه با زور تکنولوژی زیر سلطه خود برای اغراض و امیال خود تابع می خواهیم داشته باشیم، که البته کشورهای یا ممالکی چون افغانستان، عراق، لیبیا در عرصه جهانی میتونم عرض بدارم سوریه زیر ساتول دیکتاتوران یا مستکبران جهانی قرار داره و بناهانه های متعدد کشورها را یا ممالک زیر سلطه خود قرار داده. افغانستان هم یکی از قربانیان توطئه‌گران جهانی میتونن باشه با نیرنگ و نیرنگ کشور 10 سال از زیرزانوی خود قرار داده و اهداف خود تعقیب می دارن و با بهانه های صلح، با بهانه امر اوباما و نظم نوین جهانی و اینوان، دوستان عزیز، تهدید پاکستان و داعش و طالب میخواین روزگذرانی کنن و به هدف نهایی که البته چور و چپاول دارایی های یا هستی طبیعی افغانستان است و نکته استراتژیک برای کشورهای اشغال یا ممالک اشغال افغانستان بوده، او را تعقیب میداره و از انظار یک شخص عادی چون ما و شمایی که از امی توطئه از شیطنت ها و مداریگری ها آگاه نیستیم، به دام اونا افتادیم و تعداد کثیر ما با اونا در خدمت قرار دارن. مستقیما اسکریپت و سناریویی که کشورها یا ممالک چیده و مهندسی کرده با دست امو افراد و اشخاص سپرده شده و اونا خوب تمثیل می دارن و بارها عرض کردیم که فیلمی هست و اسکریپتی هست و دایرکتری هست و بازیگرانی هست که البته بازیگرانی از اونا ماستیم. متاسفانه یک فیلم آغاز و انجام داره و در نهایت فکر کنین 1-2 ساعت و 2.5 ساعت تمام میشه، نتیجه از اون آدم میدانم، مگر یک سیریال دلخراش دوامدار از خود سکریپ داره، از خود دایرکتر داره، مگر پایانی از اون آدم نمیدانه که هر روز یک اتفاق نوی میوفته. در افغانستان یک سیریال اینا برای انداختن
که در اونجا بازیگران متعدد دارن و هر ماهی و روز هر هفته پلان گذاری میشه برای تبایی افراد افغانستان و دیگه کشورها را میتونم عرض بدارم. عراق بهترین مثال است، لیبیا بهترین مثال شمرده میشه، دیگه کشورهای شرق میانه ممالکی چون ایران و عربستان سعودی. بسیار جالب است که بازیگران جهانی با کدام حد ظالمانه بالای مردم جهان با ظلم و اکراه. حتی ما شنیدم که چون تعداد نفوس دنیا زیاد شده میره، اینا میخواین که در این جنگ ها تلفات بیشماری را بار بیارن تا نفوس دنیا پایین بره و یک مفتخور کم شود از روی کره زمین. و در افغانستان هم همی عمل انجام میتن و برحال میتونن از زوایای متعددی مثلا تحلیل و تفسیر گرده. دوستان عزیز، خواستم در رابطه با آزادی و ای که دیروز استقلال و ایندیپندنس دی یا 4th of July در امریکا روز بسیار مهم تاریخی از ایناست و خورسندی و خوشحالی و شادنامه بود، و بسیار جالب بود یکی از پارکینگ لات های مزدهم که اونجا هر وقت یعنی 500 موتر استاد می باشد، دیروز امو پارکینگ لات خالی بود و هر یکی امو گفته بعضی پتاکی و آتش بازی های خود افراد آورده بودن در امی پارکینگ که یعنی یک بخشی بسیار مختصری یک ذره بیابان ایالات متحده امریکا شمرده میشه. در امینجا یک غوغا برپا بود و صاحب خورسندی بود و خوشحالی بود و که ما استقلال تجلیل می داریم 4th of July. در امونجا ما حواس ما آمد که ای کاش افغانستان، عراق، لیبیا، دیگه کشورهای چون زیر سلطه قرار دارن آزاد باشن و استقلال واقعی داشته باشن. این مردم که با این لذت و با این شادنامه از این روز تجلیل می دارن، ای کاش ما هم روزی برای ما میسر شود و خصوصا افغانستان که زادگاه یا مهد آزادگان بوده در جهان با آزادی و مبارزه علیه تعدا و اشغال در طول تاریخ شهره بوده، امروز در دام چندین اشغال قرار داره و مزدورانی از اونا با اونا در خدمت و نوکری قرار دارن، یکی وزیر میشه و یکی معین و یکی از این بر تحت عنوان خدمت برای افغانستان، برای چور و چپاول، برای آز و هرس شخصی خود پول جمع میکنن، باز فرار میکنن، میارن پولای خود در می بانکای خارج و مو شرم و مو بی‌عزتی و مو بدبختی هایی که یقینا مردم از اونا نفرت دارن. یکی از دوستای ما امروز طرف استادیوم میامد، اونا مهربانی کردن که میگه برادر ما و خودت که کران افغانستان غرض نگرفتیم، آدمش نکشتیم، رمی توطئه و اشغال و اسارت و بندگی و وطن فروشی دست نداشتیم. میگم اون آدمی که میای وزیر از افغانستان یا موین در امی محلات ما شما به سر میبره، اون مو اگه در مسجد به اما با پا میخیزن برای از مو آدم که وزیر صاحب در آمده. ما خودت تا هیچ کس بیادر ولا اگر قدر باز. ما گفتم نه، قدر ما نزد خداوند است، نزد وجدان ما هست، نزد امو مردمی که واقعا افراد و اشخاص شریف افغانستان عرج میگذارن او بسیار مهم است. جایی که یک وطن فروش را یک چند تا جاهل و از دنیا بی خبر تکریم بگذارن، او بسیار دلچسب و ارزشمند نخواهد بود. هیچ دلت نارام نساز، مورد لعنت و نفرت مردم جهان امو مردم باز قرار میگیرن و غضب بالای از امو آدم نازل میشه چون وطن خود فروخته، مادر خود فروخته، با وطن معامله کرده، با پولی از او، بیوه و بیوزنی از او. هیچ وقت ما امو حواس و آرزوی این نداشته باشیم که برای او وطن فروش فاسد یک چند نفر تکریم کردن او را. ای کاش ما جای اون بودیم، مگر باز ارزشایی که ما داریم او را اونا شاید نداشته باشه. ما خود عرض نمی دارم، به صورت عام افراد و اشخاصی که واقعا با رسوخ و شریف هستند، اونا ستاره های هستند که در آسمان تاریک می درخشند و اینا دیگه همو سنگای تاریکی که در فضا در حرکت هستند، وقتی با یکی دیگه می خورن و یک جلا می تن و
باز میگه از بس آتشی از او زیاد میشه و خاکستر میشه، میگه با زمین میفته. شعاب ثاقب یا میگن دوستان عزیز، میبینین در آسمان فکر میکنین یک ستاره افول کرد یا افتاد سقوط کرد، او ستاره نیست، میگن سنگای تاریکی که در فضا نمیبینین، باز او از با سرعت بسیار قوی میگه به طرف زمین که میاد، با همون سرعت او را بسیار آتش میسازه و خاکستر میشه و میفته. به هر حال ای بود، آمدیم برای افغانستان و اخبار اخیر دوستان محترم در سمت شمال. شما میدانین شخص به نام نظام الدین قیصاری یکی از ملیشاهای گلمجم دوستم بودن و گلمجم دوستم در ترکیه به سر میبره، فرار کرده و تجرید گذاشته شده و ممنوع دخول ساخته شده توسط امریکا و قوای ائتلاف، او را نمیگذاره که دوباره به افغانستان برگرده و ایستا ایستا دامن همی قماندانای سرزور میخواه بیچینن. بنابر پالیسی جدیدی که شاید ایالات متحده امریکا طرح کرده و سکریپی از او را به ارگ داده برای اشرف غنی و برای دیگه که را تطبیق بدارین، چون اینا خود مزدور هستن، بادار چیزی که میگه او را باید تعقیب بداره. در مسئله ایش چی الان یعنی مؤسسات بین المللی شهادت دادن که این عمل صورت گرفته و آدم تخلف کرده و با ناموس یک شخص شریف خود از اینا تعرض صورت گرفته و ثبوت و برهان موجود بود، مگر کسی نه کسی به چارنوالی آورد و نه فریاد بلند شد و نه پاسبانان دوستم با محبس فرستاده شدن. و در این مسئله چون پالیسی از بیرون تعیین میشه و بعد از زور کلانی و با دانالد ترامپ که به حساب فرمان جدیدی او که طالبان تارمار بسازین و زیادترین بمب‌ها را بالای از اونا بیندازین، او ناکام ماند. بعضی توطئه های دیگه داشتن، او ناکام شد. یک چند نفر پول دادن که از هلمند به کابل مارچ کنین و که ما صلح هم میخواییم، صلح چیزی بسیار خوب است و لذیذ است و دیگه است، ولی در سفارت امریکا و در اونجا زانو زدن به رسم احتجاج و ولی میخواین یک پالیسی دیگه دارن که قماندانای خودسر سرشان زیر بالشان بسازه. و در اونجا مظاهرات صورت گرفت در سمت شمال در فاریاب و جانبداری از قیصاری و حتی صدا بلند شد که رهبرشان گلمجم دوباره به افغانستان اجازه دخول بتن. یعنی شما در عرصه جهانی دیدین که یک معاون اول برحال ممنوع دخول قرار گیره که دیگر نبیه ای طرف روی خود دور نته، مگر موقوف هم نیست. او به حیث معاون اول اشرف غنی باید در ارگ باشن، مگر او در ترکیه تجرید شده، اونجا با مریضی رفت و دیگه او را اجازه دخول حتی نمیتن. اما طور است در افغانستان امو به حد استیزا یا رشخند بالای سیاست زده شده، چون مردم ما زیر نظر از اینا نمیاییم. حکومت داران ما برده و یک چند تا چاکر، چون دکتر عبدالله بود، دکتر عبدالله در یکی از صحبت ها در این پروگرام طلوع ضمن تجلیل از استقلال ایالات متحده امریکا یا روز آزادی در اونجا با خیلی با رسم تعظیم و چاپلوسی و تملق روز استقلال تجلیل میکند، مگر این بدبختی که خودش اسیر است و از آزادی دیگه لذت میبره، برای ما مایه تعجب بود. خب مگر مزدور مزدور است، هر جای باشه برده برده است، پذیرفته ریسمان دیگه را به گلوی خود زده، هر طرف صاحب گاو یا رما کش کنه، حیوانات هم طرف میرن، با چراگاه میبرن، با آبخور میارن، سرنوشت و تقدیری از اون نزد چوپان هست، رما بان هست و همه کارا صورت میگیره و اینا هم از این حالت بسیار لذت میبرن که گویا اگر طالب آمد باز جای ریسمان و آب و کاو جو برای از اونا باز زهر میتن در گردن از و خنجر میمانن. دیگه ایره ترجیح میتن و او حالتی که طالب بیای و ترس طالب برای از اینا یک بهانه میتونه باشه که بیشتر به بادار خود نزدیک باشه، چون ای عزیزتر است نسبت به
اما حالت بدره که میتونه اونا بار بیاره. به هر حال دوستان عزیز خبر قیصری رو بشنوین، سه مظاهرات و بعدن اخبار دیگری هم داریم از و او هم جالب است یکا یکا و باز نظریات شما رو میخوایم داشته باشیم. لطفا مختصر صحبت کنین و مختصر منظور ما ایست که دو دقیقه یک آدم میتونه بسیار چیزها رو بیان بداره در محدودی دو دقیقه. توجه بدارین به خبر اول لطفا. پس از آن که حکومت هشدار داد که بنابر وجود تهدیدهای امنیتی اعتراضات در میمنه ممنوع است، اما در بخش های دیگر این ولایت از جمله اندخوی اعتراضات در برابر بازداشت نظام الدین قیصری یکی از چهره های نزدیک به جنرال دوستم از سوی حکومت راه اندازی شدند. معترضان در جوزجان نیز شعارهای ضد حکومت سر می دهند. تا زمانی که نظام الدین قیصری رها نشه ما به می شکل در سرکا می ریزیم. سی زورگوی شمال تو نگرفتی، تو بسته افغانستان پایش شکستان درایستی. همزمان با این هیئتی از حکومت امروز نقیب الله فائق را به عنوان والی فاریاب معرفی کرد. اما خواست اصلی هواداران جنرال دوستم بازگشت او به کشور است. نه تنها آزادی نظام الدین قیصری بلکه آمدن برگشت زودترین فرصت رهبر صاحب جنبش ملی اسلامی افغانستان می خواهیم. ما از مردم شریف فاریاب حمایت میکنیم. از سوی هم در ولایت تخار شماری از هواداران حزب جنبش بازداشت نظام الدین قیصری را فرا قانونی دانستند و خواهان رهایی بی قید و شرط او شدند. بله دوستان عزیز، قیصری صاحب بسیار طرفدار داره. ملیشه ها در اونجا باز هم نفوذ دارن، بالای هم یک چند تنه که جانبداری از قیصری میدارن. یعنی در افغانستان هر کس از همو رهبریت خود، از رئیس ملیشه های خود میخواد دفاع کنه. ای که در اونجا چون ایشچی یک شخص به ناموسی از او تعرض شد و از یک میدان مزکشی الان در جلو امی اوزبکای بدبخت برداشته شد، امی کسایی که اونجا بودن به منزل دوستم در اونجا عمل جنسی بالای از او اجرا گردید، تعرض جنسی چند روزی در اسارتی از اونا بود، بدترین مظالم بالای از صورت گرفت. این ازی بد نمیشه، نه کسی خم با ابرو آورد و نه کسی بلند شد که دوستم چرا این کار. در افغانستان همه به حساب احساسات مردم مربوط میشه با پولدارا، با زورگویان. یا خانم بدبخت ما اونجا از دوستم دفاع میکرد با همه فجاحتی که دوستم داره و امی قیصری میگه یک آدم کشته، یک قدر مظالمی را مرتکب شده، یک آدم خودسر زورگو بوده. این که پالیسی امریکا دفتن بعد 16 سال در این هفته گذشته قهرامیز بود در برابر کماندان سالارها و تا جایی که شنیده شد که البته آغاز بگیر بگیر کماندان سالارها و جنگ سالارهای خودسر هست توسط وزارت دفاع، اگر امریکا بخواهد سر بسیاری ها رو زیر بالش کرده میتونه. این دوستم ممنوع الخروج ساخته چون بیعقل آدم است، رنگ که کرد چطیات زیاد میگه و امریکا را آزرده ساخته که ایره دیگه اینجا نبیارین، بیعقل است، نادان است، ای به درد ما قدر حالی فعلا نمیخوره. باز اگر کار بودی را باعث یک کتلست، باعث یک مایه باز میتونیم بیاریم. شما میدونید که مایه ماست، اگر کسایی که ماست مایه کرده، ماست یک مایه داره، او را جرمنیشن میگه در انگلیسی. در اینجا هم او را باز نگاه میدارن در یک قوطی، در یک بوتل. هر وقتی که اینا ماست مایه میکنن، باز برای مایه ساختن ماست که تخمر کنه، او را مایه ماست میگه. باز از او یک کمکش میاره و در او ماست میندازه، شیر میندازه که او ماست شوه. و شما میدانید بردن نقل شیر از یک جا به جای دیگه دشوارتر است، مگر وقتی ماست شد باز آسان میشه. دوستم هم باعث یک کتلست، باعث یک جرمنیشن برای شیر، با زور میارن و از او یک رئیس جمهور میتونه روی کار بیاره. و چندین بار هم تو شده گمان مبرین که دوستم در تجرید شاید فردا باز به امو پر روی و بیشرمی در افغانستان دمی فاریاب دیده شد و برای کسی دیگه
رقاصگی خواد کرد در برابر پول، در برابر فرمان امریکا که دوستم برای فلانی آدم رای میته و یک شخصی عادیس میتونه برگرده. و دیگه یکمه که هوشیار از عطا محمد نور و چون دمی مرغانچای یا رو با خانه های جمعیت اسلامی نمو کرده و بزرگ شده و رفت صاحب قرار کرده دمی دو سه ماه پولای خود کشید برد جا بجا کرد و در ترکیه میگه 50 میلیون دلار یک هتل را خریداری کرده نور محمد خان نور. با زوم گرفت حج و صاحب ریشه که خودم یکمه که دراز منده پاکم تطهیرم کرد خودم و پس برگشته و صاحب اختار میته این و آنه و یکمی هوشیار است و به مزاق غربی ها و بادرهای خود یکمه که لبز از واره گفته بعضی هم میدانه و این میگه این ترابل میکر است امریکا. اینا میگن آدم نشه و مخمور چتیات زیاد میگه پالیسی امریکا رو مخواه ما چی میگه نفی میکنه. با هر حال امیتور است و خبر دوم آقای دکتر صاحب عبدالله در یک جا بلند شد پیکار ضد حراس افغانان در کشور. حراس افغان کی هستن؟ طالب هستن اونمو طالبا و داعش و اینا هم کسایی را که با دارای از اینا با اونا مخالفت ندارن مگر اینا را گفتن شما مخالف باشین توجب دارین. خبر جالب است خواهد شد. کریم امینی گزارش می‌دهد. حضور نیافتن مقام‌های حکومتی در مراسم بخاک سپاری عزیز الله کاروان با انتقادهایی روبرو شد. اکنون رئیس اجرایه برای غمشریکی با خانواده آقای کاروان و باشندگان پکتیکا به ارگون آمده است. دا ولایت ستروس پوری دې ځای ته رسیدلی ساتل شوی دا د اتل شهید کاروان او د ده د همسنګرو ملګرو او د ده د امثالو د همیشنیو سرخندنو د همیشنیو قربانیو برکت د کاروان صاحب شهادت او د قاتلینو خلاصې دل د خلکو په منځ کې ګڼې پوښتنې ولاړې کړې چې د پوښتنې سیړل کېدلو غوښتونکي یو. رئیس اجرایه با تاکید بر رسیدگی به خواستهای باشندگان پکتیکا به حراس افغانان میگوید بدانند که مردم افغانستان هیچ گاه به دوره محکومیت بر نخواهند گشت. مجید و لحظه او یه شیبه هم نگوالو چه زموجبتا سپملک جگله دوام بود خوبه دی که هم پاییجو چه دشمنان بد نیتونه لری افغانستان تا او افغانستان پاکه او ترسو چه در بد نیت دشمنان در افغانستان دوام کوی موج مسئولیت لرو دینی او ملی مسئولیت لرو چه دخبل خوری و تاوتو بیسخ دفاع کاروان از نظامیان حرفه‌ای و نترس بود و در زمان ماموریتش از بسیاری میدانهای نبرد پیروز بیرون شد. اما سرانجام کاروان را در امنترین بخش پایتخت در مکرویان کابل و در چند کیلومتری کاخ ریاست جمهوری به گلوله بستند. کریم امینی دوستان عزیز دوره محکومیت منظوری از اونا دوره طالبان را میگن. و دوره محکومیت بود مگر دوره برهان الدین ربانی که نمی عبدالله خان در اونجا یکی از قماندانان جنگجویان کابل که کابل به دو دو خاکستر برابر کردن او دوره محکومیت نبود. این دوره های قبلی محکومیت نبود و دوره فعلا هم برای عبدالله خان عبدالله دوره محکومیت نیست، دوره ظلم نیست، دوره حکومت فاسد و تقسیم شدن نیست. صرف هم یک دوره که اینا رو به فرار مجبور ساختن و از شر از اینا مردم ها بیغم ساختن اونمو دوره بسیار یک دوره بد بود. دوره های بعدی بسیار دوره های درخشان بوده به نظر دکتر صاحب عبدالله. رقصای مرده را مردم می دیدن و صاحب خانه به خانه جنگ کابل میدان بسکشی از این چند به وحدت و جمعیتی ها بود و امید مسعود خان امری اور می داد سر کوی تلویزیون و عبدالله جان شانده بود که بزن بچین کابولیار از آرار نمان بکشین بیخش بکشین
سیاف ده جان از اونا مست ساخته بود، ولی کلی یک تقارات چتلی ناتو کسافت های ناتو رو میخورن بردگی میکنن. کلی شما باید داریم همه از او در ازهان مردم فعلا هم زنده است بدبخت ها. باید جگران نقوار رو، اگه جگران نباشه این خود تکیر باید رئیس اجرایه میگماره و سب. اگر جنگی نبود و دست امریکا در اونجا شامل نبود، وزارت خارجه امریکا نامد شما را منصب نداد، نزد مردم افغانستان خواهیست دو توت شما ندارید. شما جز قاتلین و مخربین مال و منال یا خانمان مردم بیش نیستید. ولی کس چی میگه کس نباشه در صحرا و موشا باشه کت خدا؟ بسیار به می مردم میخوانه دوستان یزید. خبر بعدی یک کاروان است سب که از دست از کاروان خود ما تا دوبینی رسیدیم سب. یک چند تار امریکا پول داده ناتو سب از امیو هلمند یار مارچ که بوده این که صلح بسیار چیز خوب است و شاید دو ست سی ست نفری که مارچ میکنه اونا رو هم تشویق کده و سب خوب مردم هایست که اگران چرس هم میزنه و تریاک مغزشان کار نمیکنه میگه ولی بالا چرس اگه خیلی کار ده ولی ده صلح بالا لارس اونو هم با امراه از واد دلنگان میای و بازده یک سماوار و اینا یک نانو هم میتیشون سب تا کابل رسیده در حالی که مغز یا مهندیسی شده و یا پلانگذاری شده اونا میدانن یک پنجشش تا هست بسیار زیرک و نفر هست من میشناسم اونجا که صحبت میکنه از موضوع اونا اینا را پیش هم داخته به ایسی مارچ و لیدری از ما هم هست حالی با موه شهری ناتو و پلانگذاران در پیش سفارت امریکا سو فرزن نقاری چی میگه دول صلح را بنوازین و باز میریم پیش سفارت روسیه که ما صلح میخواییم و مقصد همی تنور صلح و اینا را گرم کنین هر کس که نان خود میپزه بسیار خوب است که برای جهانیان بگویم که افغان ها صلح میخواین و طالب صلح نمیخواید که بیادر ما چطور کنیم مجبور جنگ کنیم. اونا دیدین که در ده روز پانزده روز اشرف غنی خان صلح را اعلان داشتن در برابر طالب، طالب صلح نمیخواید. اون سه روز عید خلاص آرام آرامی بود، بعد از اون ما دوام دادیم همو اعلان صلح را و متارکه را، مگر طالب نمیخواید دیگه ما باز جنگ کنیم و سب. اینی میاد سب داستان موش و پیشک و سب همه تو وقت گذرانی ایالات متحده امریکا از طرق متعددی مثل که مداری یک دو صد نفر دور خود جمع میکردن سب در بعضی محلات و سهرامیز که موش خورما با امرای مار جنگ میکنه و مانع ازی که امریکا با امرای پاکستان در جنگ قرار خواد گرفت ولی اگه بانه و تحذیرات هم اگذاره و پاکستان طالب به افغانستان میفرسته و صاحب اونم دونالد ترامپ مست شده و قار شده زده پاکستان و پاکستان صاحب میای به افغانستان با امرای چند نفر از یه صحبت میکنه. دیروز شنیدیم که وزیر دفاع پاکستان با زاخیلوال دوز در سفیر افغانستان در اسلام آباد اونجا نشست بالای مسائل منطقه صحبت کردن و دیگه صاحب هم میخوانم اخبار فضا را به طور تمثیل کنه و سناریو را درست کردن که از هان مردم به اون طرف جلب شوه که نمان پاکستان و پاکستان دشمن ماست دیگه است، نمان ایران و ایران دشمن ماست و صاحب بلاغ بانه میشن و صاحب از اون طرف خطر است و این و آن صاحب طالبا میان و حکومت از باب شهر یک حکومت تاریک بود اون صاحب داعش آمد در طرف سمت شمال میره و صاحبی خطر است برای روسیه و صاحب علاکه دوستم نفرش آمد و صاحب غالمغال انداخت و حالا فلانی آقای عطای نور آمد صاحب یک شش ماه خود صاحب همین مسئله عطای نور هیچ تمام نمیشد، اخبار یک تکه احتوا ساخته بود و اونا را قصدن میگه که امیر گرم بسازین که توجه مردم به یک طرف دیگه جلب شود که یک شش ماه به این مسئله یک ده ماه به اون موضوع. اینا خود از اینا وقت عرض کردم که دایرکتر و فیلم نویس کلگی یا سیریال نویس می نویسه صاحب هر یکی در روز گپ نواد ما بین میاره تا روز گذرانی صورت بگیره. امی کسایی که هم را پیمایی می داره همون مردم هستن از طرف کسی دیگه دایرکت میشن. توجه بداریم
جنگ دو چشمش را گرفته است، اما دلش برای صلح می‌تپد. جنگ بس است. پنچم و بدرنگ دی. پیوسته شعار صلح سر می‌دهد و صلح می‌خواهد. اعضای این حرکت هر کدام داستان‌های تلخی از جنگ دارند. مانند خیال محمد ساحل، جوانی که خشونت‌ها و را واداشت تا صدای صلح شود. این جوان از ولسوالی مقوری غزنی است. میگوید که در جنگ‌های کمتر از 10 سال اخیر پدر و 3 پسرعمویش را از دست داده است. د کورنۍ مشکل اول چې مینس کولای کني زه د خوشاله مال من ته باورسی. دسته دسته مردم میآیند و از این حرکت استقبال میکنند و با اعضای این حرکت هم صدا میشوند. ما بالا استیج پیش روی اتو قهرمانا گپ میزنم که اونا ارمان صلح را دارن. این نامه است که سرانجام اعضای این حرکت نوشتند و قرار است یک نسخه از این نامه از طریق سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل به مردم آمریکا فرستاده شود و قرار است نسخه دیگری از این نامه به شهروندان افغانستان که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند فرستاده خواهند شد. در این نامه اعضای این حرکت 4 خواست را مطرح کردند: آتش بس دائمی میان طرفهای درگیر، مشخص شدن آدرس برای گفتگوهای صلح، ایجاد یک حکومت صلح‌آمیز با ارزش‌های اسلامی و گفتگو درباره چگونگی بیرون شدن این نیروهای خارجی از افغانستان. د یونمال دفتر څخه را شروع سو او د امریکا د سفارت مخ ته اوس را رسیدلی یو، چې له دې وروسته به سبا ان شاء الله د روسیې د سفارت مخ ته ولاړ سو. اعضای حرکت صلح مردمی نزدیک به 10 روز می شود که در پشت سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل تحصن کردند. بله دوستان عزیز، جایی که اینا را پیمایی کنن مردم را تحریک کنن که بدر وطنتان چور میشه، اشغال شده، 16 سال از شما را اخفال میداره. همین ارگ نشینان هم ایجنت های بیرونی ها هستن در افغانستان، تنور جنگ امینا گرم ساخته. اصل عامل جنگ هیچ کسی دیگه نیست مگر گروه اشغال هست، همین گروه ائتلاف هست. افغانستان آتش دوزخ ساخته برای مردم افغانستان، همون طوری که قوای سرخ افغانستان اشغال داشته بود و ایجنتای خودم می آوردن یکی پی دیگر، حال هم به مون منوال مسئله به پیش میره. شما آگاه باشین، خبر باشین، آگاهی بده برای مردم. یک طرف از صلح غواره، بد که وی بیعقله دی چی صلح غواره؟ وطن که صلح راسی و دا نچل وقتی وادو نیتاسی بده و گو ناشتی احمقه انی کدیه کاکا دیه دی ترور زوی دی بل پده جهاد که چمره سوزه دی شورویانو پا وقتیم جنگو نکول. آقا آلتم ولی جنگ کول، آلتم ولی آزادی غختله و صلح غواری. صلح خواه که او خواه بیاول دکتر نجیب بیچاره سره بام صلح کلی و اگه چیغ ویلی آقا خول دین خو دی کمونستان و رژیم بیخی سقوط سوی و خطرم ندرلو دی پشتیوانه ام ندارد و خواهم اقبا من الله یو بیاقلان و خروب استاد چا حق در کرده استاد صلح غواری، صلح پا کم شرایط غواری، بیا چا سرای غواری، بیا چوکی در سرکی عجبونه در داله رو در دکری دیم در مندی وی بیاقل لگذاره فکرونی سی و صلح حوزیم غوارم اقایم غواری مگر پا کم شرایط و چوکی در سرکی چا تاسو سر ام دې حالت باندې کې دا غون راسي او سلاکی دی وسله او کیلا سونه جکی دا منی ایتاس دښمن خو همدغه حکومت ایتاس دښمن خو همدغه د سفارت سره چې زاغي ګونډي ویلی دی ما غون دي تاسو ماشونه مغوی در کې حکومت هم غوی در تر اوسته پوتیان هم غوی در تک دی کمیسیون د انتخابات هر شی چې تاسو په افغانستان کې دا تشکیل ګوري دا دی غوی لخوا را جوړ شوی دی. تاسو خپل خلق نه لري، تاسو بلا وهلي چې راسي ځوان ځوانم یې. میریم سراغ تلیفون های شما، لطفا تلیفون بزنین بالای مسائل صحبت بداریم. بله سلام علیکم. علیکم السلام. غفوری صاحب هستین. سلام علیکم. علیکم تشکر. شما خوب هستین صاحب؟ الحمدلله. محترم شما، اولادای نازنین شما خوب هستن؟ والا هم خوب هستن، تشکر از شما صاحب. غفوری صاحب خانم محترم خوب هستن صاحب؟ تشکر. امیدوارم شما عزیزان در پناه و عصمت خدای لایزال قرار داشته باشید انشاءالله. و همچنان سلام احترامات خدمت همکاران شما و بیننده شما تقدیم نموده. صحت سلامتی و موفقیت شما را از بارگاه الله جل جلاله
خواهانم. همچنان جناب خطاب صاحب میگویند وقت به منظره تلاست و یا وقت پول است، اما این تصور بیش نیست، چرا که طلا خریده می شود و پول با جنس تبادله می گذد پس می آید، اما وقت که گذشت پس نمی آید. وقت زنگ انسان و عمر انسان است، زیرا ما در بستر زمان زندگی می کنیم، در زمان تولد می شویم و در زمان می میریم. وقت در حقیقت اندازه حیات انسان، امانت و عطای الهی است. با گذشت هر لحظه فرصت را از دست می دهیم که از آن استفاده شود یا نشود، دیگر باز نمی گردد. پول و ثروت وسیله برای امرار حیات انسان است، ولی حیات در محدوده وقت قرار دارد و وقت به سرعت می گذرد، به کس معطل نمی شود. نیکبخت کس است که لحظات عمر خیش را به صورت مؤثر در انجام نیکوکاری سپری می نمایند. زمانی که سپری شد باز نمی گردد و هرگز تجدید نمی شود. زندگی دنیا جاده است، فقط یک بار از آن عبور می نماییم و بس. هرچی می توانیم از این زندگی بهره نیکو ببریم، زیرا بار دیگر باز نمی گردیم. به زودی عمر می گذرد و از این دنیای فانی رحلت نموده از لحظه لحظه عمر حساب خواهیم داد. خوشا با حال کسی که در رابطه با عمر خیش اساس بوده، از هر لحظه آن در انجام اعمال نیکو، تحصیل، تعلیم و عبادت الهی استفاده می نماید. افسوس با حال کسی که اوقات گرانبهای خود را در لهو و لعب، گناهکاری بهدر می دهد. مسجدش میخانه، مسواکش سگرت، کاروبار و تجارتش آرامخوری، تفکرش ماده پرستی یعنی دشمنی با قرآن، سفرش کوچه‌گردی، مقام و کرسیش رشوت ستانی و سودخوری، مبارزش تعمیم فرهنگ مبتذل غربی، خب معاش در برابر جاسوسی به جانب، دزدی و جورو چپاولت بیت المال، مصحفش مجلعهای مزخرف و بی‌حیایی، ذهنیتش بخل، اسادت و قوم پرستی، موقفش وطن فروشی، غلامی، اسارت، بردگی، دشمنی های قومی، تعصبات جاهلانه، غیبت، بهتان، سخنچینی و چغلی، ایدش بیبندباری، عیاشی و بداخلاقی می باشد. با احترام و من الله توفیق. سر جالب صحبت کردین. اینجا کس هست به نام براین تریسی، سی دی از او را ما دارم، تایم منیجمنت. خود تایم از لحاظ غربی ها که چطور مؤثر و مالد واقعی شد، فرمودی شما تایم یا قید حیات دوباره بر نمی گرده. اینا میگن که حیات انسان چون جوی روان هست و امو جوی در امو تو یک فرصت با امو مالیکیول دوباره بر نمی گرده، یک دفعه که رفت دیگه. و درباره انسان هم تحقیقی که شده، یک انسان با امی خواص، با امی سرنوشت، با امی تقدیر دیگه یگانه کسی است که آمده پس برمیگرده. دیگه امو تو یک آدم با امو شکل شمایل، با امو خواص، با امو داشتن والدین و حول دیگه یونیک است، دیگه برنمیگرده. یعنی منظور ما، هر کدام ما به زعم خود یک دنیای از حیات هستیم که دیگه چون ما 100% شاید خواص مشابه یا به یکی دیگه چهره بتیم، مگر ای که از نطفه مو یک نفری که به دنیا میاد در ماحول تحت سایه والدین، تقدیر، شرایط، او سب درست نمیاد. اینا میگن که امو خداوند لاعزال در قرآن میفرماید که ما میفهمیم که در بطن یک مادر چی است. ولی بعضی کسایی که با خدا در جنگ هستن، خوب یک دشمنم پیدا کردن، خدا با اونا در جنگ قرار دارن، با در فامیل خود، با یک پشک خود در جنگ موفق نیستن، با خدای لاعزال جنگ میکنن. همی کسایی که از خدا و قرآن برمیگردن و آفتابی بیشتر چیزها را درک کردن میتونن، خداوند اونا را تو حیوان ور میارن و پس میبرن. در مو کلام الله مجید که خداوند لاعزال در اونجا میگه که در بطن یک خانم یا مادر چی هست، ولی بیشاری میگه که او را خوب یادرم یعنی التروساون میگه که در درون بطن یا ووم یا رحم مادر
ماشین میگه که آدم بچه است یا دختر است و رنگ و رخش هم نشان میده و فراتر از اون مسئله دینی رو اینا مطرح میسازه. مگر هدف خداوند تا جایی که تحلیل و تفسیر گردیده و برای ما بسیار جالب بود، او است که مرد است یا دختر است یا او را خداوند شکل میده با اون چیزی که خداوند میخواه. مگر فراتر از او ای که یک انسان تقدیرش چی است در حیات، با چی سر میخوره، با کدام فرصت ها برابر میشه، حیاتی از او چطور میباشه، او را جز خداوند دیگه نه ماشینی او را میتانه تعیین کنه، نه کدام کسی او را تغییر بده، جز امو مالک آغاز و انجام یک انسان خداوند است و با یک ثانیه نه تاخیر میشه و نه تقدیم. بسیار چیزای خوبی گفتین غفوری صاحب، وقت آدم باید بسیار قدر کنه. بله سلام علیکم. آقای خطاب سلام علیکم. سلام و علیکم رحمت الله، بفرمایید. احمد چاستم. سلام همه هموطنهای عزیز، سلام جداگانه باز هم با بزرگوار ما آقای غفوری صاحب که باز هم با ارشادات نیک خود دلهای ما رو منظم میکنن. و گپ شما بردین آقای خطاب در مورد وقت، تایم یا زمان. زمان و مکان مخلوق رب العالمین است بشک. و این کسایی که کم و بیش با علوم مثلا ریاضی، فیزیک، ساینس، کیمیا، کهکشان شناسی کم و بیش آشنایی دارن و مخصوصا کسایی که در این مورد پژوهش میکنن، اینا به هیچ وجه امروز نمیتونن به خدا خدا بگوین. اگر مسلمان نگوین هم در افکار خود، افکار علمی خود مسلمان هستن، باور کنین. به خاطر از اینکه اینا وقتی ایجاد شد کنمو بیگ بانگ که صدا کرد، اون بعد از او هم مکان ایجاد شد و هم زمان، و این دو با هم ارتباطات بسیار نزدیک دارن و خنده دارشه. آقای خطاب برات بگویم که یک روز یک کس آمد در تلویزیونت نشان بگمانم کمی بود، خوب مربوط خودش است، هر کس هر چیزی که میکنه اون مهم نیست، و گفت که کسی که در این زمان با تئوری انشتین آشنایی داشته باشه دیگه بازو به دین و خدا و یا ما به یه آقا میگم که آقا جان از تئوری انشتین تو چی میفهمی؟ ما میگم اما چا جان او مسائل ساینسی را بانین که مثلا آمده گپ واری بود شد او را بان، ما میگم خوبی آشیا رفتم او را بانین باز وقت زایی چیزی که صحبت کردی آقای خطاب در مورد آزادی امریکا و انشالله و رحمان که ما هم آزادی و استقلال خود دوباره از این غاضبین وحشی و جنایت پیشه میگیره. چیزی که عبدالله گفت که دوران طالبان دوران محکومیت بود، راست میگه دوران محکومیت ظلم بود، دوران محکومیت ظالم بود، دوران محکومیت منافق بود، دوران محکومیت فاسدین بود، دوران محکومیت قاتلین بود، دوران محکومیت چور و چپاول و دز و جنایت پیشه و بیناموس بود، واقعا همطور بود. اما یک چیز خودت گفتی که وقت امن بود، مردم خانه خود، دوکان خود بسته نمیکرد، کسی جرأت زیر نداشت که دست بزنه. درباره کاروان صلح آقای خطاب و درباره مورد تحرکات و مظاهرات در شمال، این قدر ساده نیست که خودت پیشتر ارزیابی کردی. والله و اگر کاروان اینا شپو هم در کلی خود داشته باشن گوره تبن امریکایی داده، اما اینا میخواین امریکایی ها و سیایی و انگلیس ها و اشغالگر ها که حرکات مدنی رو جور کنن که ابتکار و دایرکشنش در دست از اینا باشه، و ما باید ای جرأت اخلاقی و ای درایت سیاسی رو داشته باشیم که اینمی جنبش ها رو بالا ببریم، متنوعتر بسازیم، مردم رو سرکا بکشنیم و از ما بین از یک ما حجم برایه که صلح امنیت وقت میایه که خارجی برایه و ای جریان تغییر میکنه به سمت از که امریکن ناتو out from Afghanistan. بله بله. این در رایت باید تشکر متشکرم. تمام کوشش و
تشکر لاله گل. بله. انشالله. تشکر آقای. بله. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم. سلام. بخیر. مرداد جولای روز آزادی آمریکا را برای ملت آمریکا تبریک میگم و به امید که روز همین 49 کشور جهان هم از افغانستان خارج شوند و همین تا آزادی برای مردم افغانستان نصیب گردد ان شاء الله. و دیگر راضی به امین نظام الدین قیصری از اون گلم جماعه تب بودن که دمی شهر کابل مردم شبه خواب خون یکسان کردن و دوزی کردن و بایسکل مردم هم میگرفتن و سار شانی کشیدن نیوتن بازی چند میخری یا از اون مردم ها بودی یا باید یک وقت به جزای مالش میستید که عمل از این اشرف غیر فاضل تقدیر است. و دیگر که خود امیر طالب که اج رفتن به حساب اسلامی احکام شرعی داره. اول احکامش است که وقتی که انسان اج میره باید پیسه از اقلال باشد، نه پیسه مال ملت بیت المال دردی باشد مثل که مال بیت المال دردی کرده امیر طالب و این منافق 49 کشور جهان به افغانستان آورده غلامیش قبول کرده. باید آدم منافق نباشد. بسیار احکامش دگام است که یعنی کسایی که در دین بلد است میدانند و این هم یک منافق است. و دیگه ای که خود امی عبدالله که است محکوم میکنه، این محکوم امی این چیزهایی را محکوم میکنه به خاطر که امی رقص مرده و چیزها نبوده و امی پاتکا در کابل یا بود میگه که محکوم بود و چیزها راست میگه پلش محکوم شده بوده. این با مخانه مردم های چور و چپاول میکردن شورای نظار جمعیت ها مطربانی که خودش در اونجا ششته بوده که از طرف اداره از پاکستان آوره بوده اون چیزها کلش محکوم شده بود. ملت افغانستان طالبا قبول نداشت، میخواد کمی ملا محمد عمر خودش میخواد که یک دولت آزاد و استقلال طالبا رو که مالشان میجنگن مبارزه میکنن برای آزادی بس تمام جهان واضح است. میخواییم نظریات شما را هم بخواییم. تشکر. تشکر. ولی خود اخبار افغانستان علی قدر هم ساده است که ضرب زبانی واره و وقتی پرسیده شود که دلیل چی است باز بشاری ما بند میمانیم نمیدانیم. چرا کشری سیاست جهان در مجموع آنچه در دنیا میگذره و آنچه در افغانستان بسیار غامض و پیچیده ساخته شده در سطح خبر میبره که دوستم در ترکیه بسر میبره، ولی چرا بسر ببره؟ این معاون یک رئیس جمهور باید به امرای رئیس جمهور باشه. امریکا باید امور آدم را بیاره در هلیکوپتر بیاره در هرگ داخل بسازه در اونجا برای مکاری که گماشته شده گویا مردم برای زورای داده یا فرض کنیم همی کسانی که برای زو مظاهره میکنن وظیفه از زو معاون اول ریاست جمهوری است. در وقتی که از دوستم یاد میشه در مطبوعات معاون اول رئیس جمهور میگه معاون کجاست؟ خب باید بیا کار رسمی خود دوام بده در حکومت داری. ای که چرا اونجا هست او را هیچ که افغان درک نمی کنه، صرف می دانه که در ترکیه است، اونجا ساتیری است و خوشحالی است و صاحب پیسه است و شب نشینی هاست و دوستم است و گلم جمع و همین چند تا چاپ اندازه است و با امرای زمون نشستن. در اینجا چند نفر گماشته صاحب تلفونی هم رو نهیه می کنه. یارو چرا در آغاز نگرفتن؟ و همین آدم سوابقی بسیار بد جنایت داره در افغانستان، چور کرده، چپاول، آدم کشی، دیگه دیگه. و امریکا خوصاید یک سلطه تقریبا نمیالی فعلا 16-17 ساله داره در افغانستان. چرا یاره قدر وقت گذاشت که قدر آدمای افغانستان زایی شد، کشته شد؟ میگه این آدم با حدی میگه ظالم هست؟ با حدی این آدم میگه قصیر القلب یک بشر هست که هیچ حد نداره؟ برکل ازی باید بازخواست میشد. حال هم باید به دادگاه کشانیده شو. این دوستو ما باید بیارن به دادگاه بکشانن که مسئله ایشچی را نیمخواه میلادندن رفتن سن. هر دوسیه باز میشه باز گم میشه. این دوسیه کابل بانک رفت سب گم شد مفقود، هیچ ندیدیم که چی گپ باز درست شد. باز حیات حقیقتیابی و باز یک چند تا امرولا سالی واری و فاروق وردگ دوز واری اینا را روان میکنن سب که حقیقت پیدا کن. و ادامه خود حیاتی که میره در باری از یاد دوسیه ها موجود است. ولی تو یک آدم شما نمیبینید که دوسیه نداره در افغانستان. نمیه و وزیر مخابرات گیر کرده بودن بردن در محکمه و آدم چیخ میزد که بابا همی اکلیل حکیمی را از خاطر ما مرا از خاطر از او تبرک کردن او را به دوزی گرفته بودن امریکا. او را اشرف غنی را گفت که ای را برطرف کن باز استعفایش را بپذیرین.
و آدم دل خوش بر رضا به طبیعت خود او استعفا نکرده و رو مجبور ساختن که استعفا کن. باز او بیچاره رو بردن در محکمه لوی چرانوالی، میگه خب او آدم بیارین، ما خود دوزی نکدیم. او آدم وزیر مالیه بود، یک آدمی که همی کورس انجینیری را یا فاکولته انجینیری را خوانده صاحب بود، آوردین شما وزیر مالیه مقرر کردین، سفیر که دیگه و دیگه باز آخیر اون تو یک چیز میبره او را محکمه کنین. ما چی کردیم او برا او را محکمه کنین؟ گفته هم یک شخص برده بودن در حساب 29 که آدم گریخته بود او را به دار میزدن. او چی میزد؟ او بیدر ما چی گناه کردیم؟ ما میرم خانه اولادایم گشنه سودا میبردم، مرا گرفتین در موتر. میگو او یک کدام کسی به خیلی انزم نیمی راز موتر یا گادی گریخته بود، میگه ما خودت میبریم اینجا به دار میزدنیم. میگو برادر ما چی گناه کردیم مرا به دار میزدنیم؟ باز که در دار میزنین به جلو یک قدر مردمی که اکثرش آشنایم است، زمین قریم هستن، مرا چرا به دار پیش روی هست؟ میگه برای از این که او مردم عبرت بگیرن، یک مردم از او خاطر جمع شدن شرن باید بیاین. گفت خیلی وارو چرا نمی کشین که ما عبرت بگیرم؟ ما خود چیزی نکدیم. آلی هم امون داستان ها سب در افغانستان ترقه از تکرار میشست. بله سلام علیکم. و از علیکم رفیق جان، خیر و خیره. سلام میکرم از خدمت بفرم. شما و تمام بینیدان میرسارم. خطاب صاحب بودم اون روز گذشته کوک من خلاص نشده بود، من چهار چیز یاد میگیرم، خود شما و کوک من خلاص کردین و من قطع کردین. دو دقیقه لالا که بوری باز خیر پروانم، مگر باز کوک همین تلفونی ما خلاص میکرم. چیز عبدالله که گفت محکومیت، محکومیت یعنی محکومیت چی؟ محکومیت حقوق انسان ها، محکومیت تعلیم انسان، محکومیت زن ها، محکومیت آزادی مردم بود که مقصدش در اینجا بود. یعنی در وقت دکتر عبدالله مکتب، مدرسه، صاحب فرهاد اجتماعی کلش موجود بود که طالبا او را خراب کرد. یعنی علی امیر عبدالله که گپ میزنن در وقت عبدالله و جمعیتی هایی که شورای اهل و حق دونه رو علی او را بان که کی کده بوده ای لعنتی او لعنتی خو قدرت میخواست که کل دنیا را کلی معاملات میگه یک آنی میده کل پادر خراب میگه نخواه علی هر چیزی که بود یعنی دوری از وا چندان دوری نبوده تو تعلیمات عالی نبود آو بیدر خواه امیر ما میگم که علی امیر دوده تحصیل نبود، بود کلی چیزا بود، نبود، حافظ نبود، پانتون بسته شده آلی ما، اوپا خانه نشسته آلی قبل از او بود یعنی آلی قبل از او یعنی می پانتون خوی جمعی وحدتی ها صاحب سنگر خود ساخته بود زد همچه های مسود در پلی باغومی جنگ میکنن امنیت شده بود، آلی کجا میگذارن آلی ما امیره میگم امنیت کی میاره؟ امنیت بی امنیتی رو کی میاره؟ طالب میاره. وقتی که طالب جنگ خاموش کنه امنیت میاد. و دیگه این که من یک موضوع میخوام سر موضوع عمده صحبت کنم. سر موضوع صلح هست. جناب خطاب صاحب. صلح را چیز دونالد ترامپ سیاست خدا نسبت به شش ماه قبل تغییر داده و این کنگرس امریکا فیصله کرد که ما صلح میخواییم و همین قسم با اکثر ممالک مثل اندونزیا و عربستان سعودی اکثر ممالک که در پکت یا در طرفدار امریکا امروز با افغانستان در تماس هستن، بعضی ممالک دیگه میخواین که مسئله صلح را راه بندازن و امریکا میخواه که در افغانستان واقعا صلح بیاد و خاطر از اینکه اگر جنگ دوام میداد مسئله عروض پای در میان میامد که اینجا به ناکامی و دیگه امریکا اقتصادش هم ضربه خورده زیادتر از این بیشتر نمیخواه که در اینجا باشد. اصلا اینجا است که طالب که صلح نمیخواه، طالب اجازهش و اختیارش، ما چندین بار گفتیم بازم میگم که اختیارش به دست خودش نیست و ایرا پاکستان نمیخواه و امریکا امروز چیز خاکستری را سر پاکستان واضح امریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس وضع کرد. تشکر وضع کردن و این صلح صورت میگیره. بخیر صورت میگیره، فشار آورده برای پاکستان و تمام جهان برای طالبان فشار آورده و دیگر رای هم نیست و مردم افغانستان یک نقطه آخره بگویم مردم افغانستان از این که طالب بیایه تمام مردم افغانستان 90% مردم افغانستان اصلا نمیخواین که امریکا بره به خاطر از این که مزه طالب رو چشیدن و طالب که بیایه باز اونمو حالت هست و اونمو قوم جنگی مثل که امروز اشرف غنی قیصر گرفته امروز سه ولایت امروز خیسته سه ولایت خیسته یک قیصر نیست
سه و بعد شما تلویزیون رو ببینین، شما یک دفعه خبرها رو ببینین. حالا خودت از ملیشه دوستم دفاع میکنی خودت؟ من دوستم دفاع نمیکنم، از ملیشه دوستم دفاع میکنیم. یعنی او خواه نفرهای دوستم هست نه؟ چیزی را برانداخته که جنگ قومگرایی را شروع کرده، تمام مردم افغانستان امروز قیام می... وقت 4 دقیقه بالا نروری گپ زدی قربان شم، باز میگه قطع میکنم اینطور. طالب خصوصا برای صلح جنگ نمیکنه که صلح کنیم. طالب آمده که وطن ما را گرفته اشغال کرده، باید اینا برن. ای که خودت دیگه اشغال قبول میکنی و دوستم هم میپذیری، دیگه خب قصور مردم افغانستان نیست، قصور آزادگان دنیا هم نیست، قصور یک نفر دیگه هم که برای آزادی، برای حریت، برای عزت، برای حرمت صدا بلند میکنه، قصوری از اون نیست. خودت شما در اینمی تو چی آرام هستین دمون؟ عزت انسان خدا نان و او نیست نی. او خو گاو خر نان بتی خوش است، نتی لغت میزن. انسان خو فرق میکنه، ارزشای زود متفاوت است. بس شما در گهواری اتو آدم ها شور خوردین که پدر و نیکیتان سب ی وطن برای شما نگاه داشته بود، حریت، آزادی، ارزش ها دیگه دیگه. وزیر اکبر خان چرا شما در میان یک اکبر خانه هایی که در افغانستان گذاشته اسم وزیر اکبر خان نمیمیره؟ اسم امان الله خان چرا نمیمیره؟ بانی استقلال افغانستان است. اگر نه امان الله خان خود نه خط ریل آورد و نه تالیر آورد و نه دیگه، امو نقطه ثقل شخصیت امان الله خان اعاده استقلال افغانستان بود. غازی چرا میگه امان الله خان؟ و ایره خب برندم تاریخه که مختصر تان یک مراجعه کنی، یک کلکشک کنین شما. ما شما رو دعوت به این نمیدارم که شما نظرتان رو تغییر بتین. ما میگم یک کمه که وسیع فکر کنین. ولی میگن دوره طالبان تاریخ بود و دیگه بود، و یک قدم پیشتر که برین خوی نمی عبدالله جز امو تاریخ بودنی. امی آدم امری اور میداد، امی آدم ازاره رو میکشت، امی آدم با اسم چیز سیاف جنگ های قومی را اونها به وجود آورده بود. جنگ پشتون و تاجیک یا هزاره را خود سیاف و هزاره ها در اونجا تعصبات موجود بود. او یکی از ارکان عمده جمعیتی ها بود، این سیاف در حزب جمعیت نبود، مگر یعنی هم قطاری از اونها بودن در این جنگ ها. باز فرارم کدم چاریکار گم بود از دست طالب. و یار کلشان یا فرزن پانتون کابل خب نه تنها که او را بیخی سوختاندن، امی حزب وحدت تو سنگر حزب وحدت بود جنگ میکرد زده ازی دیگه. ای کابل که ویران شد در وقت طالب خونه شده، در وقت دکتر نجیب هم آرام آرامی بودم کابل کاغذ پیچ به دست ربانی صاحب رهبرتان افتاده بود. کابل خود وقت استاد ربانی تیکه تیکه شده، 40,000 یا 60,000 کابلی که کی زد و کی با کی جنگ کرد او را باز یک تحلیل اعداد او را بانین. مگر در دوران استاد ربانی 40,000-60,000 کابلی کشته شده. امی مخروبه های کابل که میبینین در وقت استاد ربانی و امچای مسعود به وجود آمده. ای کابل تنها به چندین صوبه که تقسیم شده بود خود وقت در اونجا خود طالب هیچ نبود، هیچ امی ارگان طالب، نام طالب کس نمیشناخت کی بودن اینا. ای تحریک خود پسان به وجود آمده. تو تحصیلات عالی اونجا نبودن. اینجا خب غرب رفت یک دفعه آوازه انداخت که طالب زده زن، حقوق زن، زده تحصیلات زن، زده این و آن. اما دول و نقارت دوام داشت. مگر یکی در استادیوم زن فایر کرد، امی کشتار فرخنده در زیر سلطه کشورها این و آن، در درون کابل، در جلو مردم، در جلو قوای امنیتی افغانستان به او فجاهت کشته شد. او را هیچ کسی یاد نمی کنه، هیچ مثل که هیچ همی اتفاق واقع نشده باشه. یا همی سنگسار زنا در همی خطه از ناتو بگویم یا دلخواه شما همی حکومتی که اشغال هم نیست صورت می گیره. حق زن به کلی پایمال هست، مواد مخدر این و آن. صاحب همی تو پرتین در میدان خوب و بدتان رو ببینین که چی حال است در اینجا. و طالب سبیل خود ما را کشت به یکی همی هر چیز میشه امتحانی روی که طالب تو اگه میبود. از خاطر طالب شما هر بد قبول میکنین که طالب نباشه مخصد. ولی طالب نباشه، اگر شما خوب انسان هستین، عقل دارین، وطنتان بسیار با چور و چپاول و بدبختی ها مبتلا هست، او بخشش تحلیل کنین. شما چی وظیفه دارین؟
هر دفعه دلنگ گد میشی کوکیم خلاص شد و کوکیم زیاد شد و چارجیم چطور شد. و ما به او خاطر حال یادم آمد که کوک شما دمو بخش کوک میشین که پاکستان طالب از قاط دیوال نان میخواست و که چطور میکد. دمی محدوده تو فراست تحلیل ما میگم اگر داشته باشین زبان دارین، جرات دارین، تلفن هم میکنین، وقت هم مصرف میکنین که چیزی از او بود شود. این حلقه روز هر باری که شما لطف میکنین تلفن میزنین اینمی هست. دیگه به او خاطر ما شما را فرا میخوانم که کمک وسیع‌تر فکر کنین. باز که نمیکنی بیادر نکرد خودت میدانی و کارت. ما خواه از برادری برات خودت میگم. مگر این با ما چی غرض که خودت تمدعا. ما میگم که تو وسیع تحلیل کنین که در افغانستان چی میگذره خوب و بعد اما طالب در وقت سوتر بی یک دتا طالب بزن یک دوتا دکتر عبدالله را یک سه چهار تا ربانی را دیگه یار کلی شو رزی که مسلمان هستی سبا میموری والا همو سوته چی میگم فرشته غضب دوزخ در کلیت میه والا تو میکنه که مغزه تا خواد برن و در زم در دنیا خودت یک تبلیغ منفی را برا میاندازی. و هر حال دوستان عزیز سراغ اعلانات میریم، لاینای ما مشغول است، لطفا لاینای تان نگه دارین، برمیگردیم انشاءالله. دیگر نگران رتهای آزاردهنده بر روی پوست بدن خود نباشید. با استفاده از کرم بازسازی پوست اعتماد به نفس را به خود برگردانید. این کرم پوست شما را در کمترین مدت به زیبایی زمان کودکیتان برمیگرداند. کرم بازسازی پوست فقط 110 دلار. اگر به علت چاقی و لاغری کشش‌هایی بر روی پوست شما ایجاد شده است و باعث آزار شماست، از کرم بازسازی پوست استفاده کنید. در این لحظه بازار پیام افغان قیمت این کرم را به کمترین حد خود رسانده است، فقط 69 دلار. از کرم بازسازی پوست استفاده کنید. اگر همین الان تماس بگیرید با پرداختن 69 دلار نه تنها یک کرم بلکه کرم دوم را هم برای شما به صورت رایگان و هدیه خواهیم فرستاد. با شماره تلفن 818-917-1588 تماس بگیرید و دو کرم بازسازی پوست را با قیمت استثنایی 69 دلار تهیه کنید. سلام. اگر میخواین شما در ترکیه شهر علانی آمنتانیا خانه های خوب، آپارتمان های خوب با سرمایه گذاری کنین، لطفاً با زفر شامل با تماس کنین. انشاءالله که تمام امکانات در اختیار شما میگذارم که بسیار سهولت و آرامش بدون مشکل بدون تشویش. شماره تلفن ما 0049-172-56-29-662. We have cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help create a healthier world by donating today at irusa.org. 25 years together. موبل پلازا، فروشگاه موبل فروشی در هامبورگر شتراسه 167، شهر هامبورگ در فاصله 1 کیلومتری مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن ترین موبل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، میزها، چوکی های طعام‌خوری، موبل ترکی و ایتالیایی
اتاق خواب بزرگ سالان و کودکان با اضافه از 200 نوسیت های ظریف اصل کریستال و سیستم LED با تغییر نور رنگ ها را خریداری نمایید. فروشگاه مبل پلازا در دو طبقه با مبل های مختلف، مبل های کار دستی محصول کشور ترکیه و ایتالیا و دیزاین کلاسیک، آوانگارد و مدرن. با اضافه سفارش رنگ های انتخابی شما در 200 رنگ مختلف در خدمت شماست. فروشگاه مبل پلازا اشیای شما را به محل دلخواهتان منتقل نموده، خدمات ترمیماتی را انجام می‌دهد. آدرس: هامبورگر اشتراسه شماره 167. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. یک خبر خوش به عزیزانی که خواهش خرید جایداد در کشور ترکیه را دارند. شرکت خدماتی نیو استانبول که از تجربه و اعتبار کافی در زمینه خرید و فروش آپارتمان، نمارات رهایشی و تجارتی برخوردار می باشد، مسرت دارد تا شما را در خرید و یا فروش املاک مورد نظرتان همکاری نماید. با شرکت خدماتی نیو استانبول شما می توانید همین اکنون فقط با پرداخت 25% قیمت مجموعی و متباقی آن در اقساط 1 تا 5 ساله جایداد مورد نیازتان را در بزرگترین و مجهزترین پروژه های شهر استانبول مانند پروژه کانال استانبول به دست بیاورید. همچنان مشاورین ما آماده اند تا شما را به صورت کاملا رایگان در دریافت و خرید آپارتمان، حویلی و یا نمرات رهایشی و تجارتی مورد نیازتان کمک و رهنمایی نمایند. کافیست با ما در تماس شوید و از خدمات مشوره‌دهی رایگان ما مستفید شوید. طریقه تماس با ما وایبر، واتساپ و فیسبوک می باشد. دوستان عزیز، برنامه های تلویزیون پیام افغان را از زمین حال از طریق فریکونسی جدید هارت برد 13، فریکونسی 11179 هوریزانتل 3/4 با سمبول ریت 27500 می توانید تماشا بفرمایید. بله، سلام علیکم دوستان عزیز، عرض سلام داریم خدمت شما. بالای اوضاع جدی افغانستان و همه مشکلات ایدی کشور ما، به هر حال آقای کریم نوری صاحب روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر برنامه دریچه سخن پخش میشه از طریق تلویزیون پیام افغان برای مدت 3 ساعت. در شنبه ساعت 1 بعد از ظهر وقت کالیفرنیا، ساعت 10 شب وقت اروپا بگویم یا آلمان،
و چهار غرب امریکا، شرق امریکا. بله، سلام علیکم. برادر محترم، خدا حافظ. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. خوب هستین؟ سب خیر خیر. شکر الحمدلله. مهربانی میکنین. با اجازه شما یک کم مورد بود که من نظر خدا اینجا میدم. بفرمایید. موضوعی که من تا اندازه خبر دارم که امی آقای قیصر و دوستم که قیصر بندی کردن و دوستم تبعید کردن از افغانستان. امی دوستم قراره که شما خبر داری خو با مواد مخدری که همین الکل گرفتار است و مشروبات زیاد زارمک میکنه، ایده میگن به اندازه ای شراب استفاده میکرد که در موهر کنی اما بلونی های خود چطل میکرد. وزیر رایی کردن در طرف شبرغانی ها که برونم شو اینجا معاون رئیس جمهور استی روز چند دفعه در اونجا که رفتی زیادتر شراب یا اما پردون های کتی ازبکی که هسته که روز چهار پنج شش دفعه این چطل میکرد، بازی را پنپر میکردن، لطن کنیش بسته میکردن. خلاصی که پیره در اون ترکیه رایی کردن گفتن برو گفت شد تداویی تکو در غیر از اون خلاص هستی جنگ هم دیگه نمیکرد و همین نفرها نه مگر در ارگ صاحب اگه یادتان بود یک اشپلاق داشت صاحب کلگی را میگفت سپورت کنین، سپورت فایده داره صاحب، شما قوی میشین. یادتان میاد صاحب این که پسان اگر چتل میکنه پسان میگود که باز در موازه که مفتاد که بازش کشتا که چتل کرده باز که تشبلاک خود ندرامد مگر همین شوابی ها به طور عموم وقتی که ها باز بسیار گرفتار میشن، یکی باید زبان میشن بسیار، یکی هم خشتکای خود چتل میکنن، باز بسیار کارهای وقتی که نشن میشن یا بسیار کارهای خراب دیگه میکنن. همین چند دفعی که با عطا محمد نور ملاقات کرده در ترکیه یا میگن که همون محقق یا رئی زر فرزن گفته دل کده اما یا با این همی بسیار بغیرت مردم هستن. یا دیگه بازی که در ترکیه رایی کرده بود که تداویه دی شود باز همی قیصر هم یا همی شراب و مواد مخدره و بچه بازی و دیگه و دیگه بسیار گرفتار هستن یا دیگه جنگ نمی کنن. باولو نیست که جنگ نمی کنن، باز این مردم فاریاب و جوزجان و شبغان یا رفتن پیش طالبا که از برای خدا شما بیاییم ما را کمک کنیم از این سرزیاکی ها بسیار دیگر ازت دیر کردن. اون شما می‌دونی که یک ولسوالی بعد از دیگر ولسوالی در شبغان و جوزجان و فاریاب یا بسیار بعد حال است کنجا بخی طالبا بسیار نفوذ کرده چرا که مردم وارد اونجا به کمک خود خواسته دیگر علت گرفتاری قیصر هم همیست که یا دیگر جنگ کردن نمیتانن نمیکنن یا بسیار یکی مخمور در فساد و در فسادهای اخلاقی و دیگه و دیگه گرفتار هستن. سابق یک ذره جهان که بودن بازم همون پیسه که میدادشان هم میرفتن یا بسیار کشتار چی میکردن، حالا کشتار میکنن مردم گناه بیگناه و یاره بسیار میکشن و میزنن و ایگه با مگرم جنگ نمیکنن از او خاطر جمعشان میکنن. بله بله بله. باز یکی این مورد بود. مورد دیگه از این همین برادر ما ربانی جان است نامش چی بالا است که که می آید میزنه این طرفداری جمعیت همی کنه رفی جان همین برادر ما بیدینه که امروز افغانستان در چی حال است. 5 میلیون نفر در فاکولته مواد مخدر است. فاکولته مواد بله دخترکای جوان گرفتار مواد مخدر هستند. همی دریای کابل شم وارد میگه دخترهای بسیار پاک و مقبول و از خانواده های خود همی گرفتار هستند. جوان ها خو هر ساتوگلی میشنن تابلیت ها سدگست سدگست رو میشنن و بسیار دیگه بد حال است مواد مخدره. افغانستان در فساد گرفتار است، استقلال سیاسی نداره، رشوت و فساد اولین مملکت بی امنیت دنیا شما که روز گفتی در فساد خود همچنان درجه یک شده در دنیا دیگه. و همی چی را ببینی شما خواص امیر رفی جان و عبدالله و یار سابق هم در هندوستان یک تعداد مردم بود بسیار با غیرت بودن که در مقابل انگلیس مبارزه میکردن که امی سکان بودن مسلمانان بودن اون دوایشان هم باز یک تعداد دیگه بسیار مزدور بود. بازی ها همی انگلیس ها که میرفت باز از همی پاچه های انگلیس ها محکم میگرفتن گریان میکردن سخت محکم میگرفتن یکی از یک باش یکی از یک باش میگرفتن گریان میکردن صاحب میگرفت باش نرو ما چطور کنیم. حالا همی رفی جان و عبدالله و یا قدر چوب از پاچه های
از این صاحب ما کم میگیرم عین اونمو سابق ما سر چی خنده میکردیم، سر اون دو خنده میکردیم، از جان خود خبر نداشتیم که ملت ما ایره تو بیغیرت ها داره که از وار کده از اون دو کده یا بدتر بیغیرت وطن فروش و بیناموس هستن و ایمسیار ولا جای شرم هستن. باید ولا می زنای از یا کمربنده بگیرد فرق فرقی از یا کدام بیادر کلان از نه خویان نیستن سه بیشار زیاد است. افغانستان پر اینمی همچون مفکوره است که اشغال نیست، بیادری آمدن رفیقای ما، مثل که در وقتی روسا برادر بزرگ میگفتن امو ترکی و افزولامین، شعاری از اونا رو بشنوین صاحب، یا خود امی ببرک برادر بزرگ میگفت و صاحب که شوروی بزرگ و که قسم و سوگند یاد میکدن و دیگه، باز این پیروای از وا هم امو شعار رو تعقیب میداشتن. حال این مسئله شده صاحب، یک یا نیست آدم و شاد و فامیلشان هست، اگر زنشان و شاد هست کمربند هست بگیرد این فرق سر قضیه خوب بیاره اگلت کنن که یا توبه کنن خط بینی بکشن دیگه از این افکار منفور فاسد بیغیرتی که آمده از یک حکومت که بسیار بیمانند در تاریخ بشریت یک نظام مخدره و تشکر سای به یه طولانی بلی شده کمکی سای در تاریخ و این بیغیرت آمده بله بسیار زیاد تشکر سای. یک چیزی که ما برای از او ایران هستم تعجب امامیه، اخوانی های ما بسیار سجده میکنن. خود نطفه اخوانیت که بود لا شرقی و لا غربی بود، هم ضد روس بود در وقت کمونیست ها و هم پالیسی غرب بود. ولی سب یکی فراگیر شده هم اخوانی ها، یکی دمو اشغال همکار هستن. یک رفی جان نیست، رفی جانم جمعیتیست، میپذیرم اشغاله، چون یک حزب اخوانیت در افغانستان جمعیت بود دیگه، امو قهرامیسترینش حزب گلبدین حکمتیار بود و اون حکمتیار سر بالا سر آمده کرای خانه خودم میگیره، سیکیورتی خودم آمد سر پشیمان شد، گمش که بیادر میگه داستان طولانیست مانده میشید این نیمه را گمش کنیش بیا مبارزه خودت یک طور دیگه دوام پذیرفتم او را مزلت پذیرفته و دوگاه همه ترسه و همی سیاف خوانی بسیار خطرناک بود. حتی کسایی که از کابل میرفتن سه به این پرچمی ها و اینا از پشت سر حلال میکرد، یک کسی که میفت اینی خلقیست پرسان نبود سه میگه بکشینش، و یکی خو گفته بود که اگه مسلمان بود خب باز شهید میشه بیا از او فایده شیست که بهشت میره، و اگر پرچمی یا خلقی بود خب ما دوان غازی میشه. ای به این مفکور است. امروز به مو اشغال یک عرض کردم که رفی جان نیست، بسیاری ها همتون یک آدم سر ناوا و صاحب که هر جایی که فایدهش بود و او خود صاحب مگس هر چتلیس هر جایی میره او را بانین صاحب به نام سکلر، به نام یک دکتر و ماستر انجینیر رو که دیگه دیگه صاحب وازیات رفتن از این محول ما در زود تنور گرم خیانت های افغانستان بسیار گرفتن و آوردن با خود، با زمین جا اتفاقا هم پیسر با آرامی نخوردن، هم کفن خود از یا و فامیلشان شده. مگر اخوانی اینجا به کمی تعمق کنین که درجه همون ضعف و زلت تا کدام حد به پیش میرامه، تو که پرچمی و خلقی آمدن در تغاری فیودال و سرمایدار نشستن در اروپا و امریکا چرچه میکنن، گفته لغمانی ها وام این کار میکنن، او دردناکتر میشه. اما این چیزا فجاعت پذیرفتن سه به اونجا هست. بله سلام علیکم خطاب سه محترم، سلام بر شما و علیکم سلام و به تمام شنونده های خوب و با شخصیت شما. تشکر. این حرف از آقای جناب رئیس بیاد گرفتیم که سلام ما بپذیره و اونا هم در برنامه مجازی سه براتجان همی حرف هم میزنن که حرف خوب است. یعنی ما در بین شنونده های خود هر قسم نفر داریم، هر قسم افراد و اشخاصی هست، ولی به دو کتگوری باید داشته خوب و بد، با شخصیت و بی شخصیت، پول دوست و فداکار، عادل و وحق طلب، دوست و انسان بی ضرر و شریف، در عید بسیار چیزهای دیگه. خطاب سید محترم قبل از همه
از شخصیت شما بدون این که من تملک هم نمی کنم و آدم متملک هم نیستم، همه می دانم از شخصیت شما و از عدالت عمری شما توأم با قضاوت عادلانه تان اظهار سپاس می کنم، نه در برابر خودم، در برابر همه که شما داریم داره تو نشه که من بخاطر خود یعنی گفته باشم. حرف دیگه با دوستای خود احترام عرض میکنم، خصوصا بلالا ایراتی که از جرمنی بانگ برداشت و لطف کرد احترام و سلام من بپذیره. لطفا از ماجراجویی و آشوب دست برداره که جمعیت اسلامی در لا بلای اسلام که اونا خود پیچاندن همین ماجراجویی را بعد گفتن و برن با جناب با سادات که من کت از او کدام وجه ندارم و یک ما میدانم ولی با او بسازه دیگه توجیه سازی زوای ما کیوان سب. شما بالای اوزای افغانستان صحبت نکنید، بالای شنوندگان صحبت میکنید. اوزای افغانستان حل شدنی هست به خاطر از این که دیگه حوصله مندی برای این ملت مظلوم نمانده که حرفای میاندهی آزادی و عدالت و استقلال و حقوق زن این دزدان و رهزنان اشرار بی‌فرهنگ حال برخ ما میکشن، در حالی که همه اینا را اینا پایمال کردن و حال با این بهانه که گویا طالب سرشان نماز میخوان و یا سطر حجابه عملی میکرد که اونها هم دامیر های جهاد کردن، جهاد نامقدسشان به جای رسید که به پول معاوضه کردن. فقط حرف معمیز که تشکر کفر اسلام معلوم است، آن که کتمان میکنه قرآن، آن که واضح میکنه. برادرای عزیز اعمال انسان ها را در نظر بگیرین، در غیر از او از سیاب کده مسلمان ریشدار دراز کیست؟ از ملا ربانی کده کی بود جال در تپه مرنجا در تپه وزیر اکبر خان دفن است؟ چی نایت این اکبر؟ قیوان صاحب گل دیر امانان تب قربان سمت بس کده آخر همی که بگذار جناب خطاب صاحب و ملت که چه قضاوت میکنه پیروزی از آن ملت است. آفرین عجب گفت شدی، ملت قضاوت کنه و ملت درک نداره. سب ملتی چیسته؟ ملتی که خواب بردیش، ملتی که زیر سلطه و بیادالتی. بله سلام علیکم. سلام علیکم خواب خیلی مدارم. علیکم سلام، چیل دارین دیموشا جان؟ خیر و خیریت، صحت خوب. بجازی شما باشه، من یک نظر کوتاه داشت. بفرمایید. من میتوام به تمام این دوستایی که صحبت کردن نظر هر کس برام محترم است، نظر خودشان است، من انتقادی یا نقدی ندارم سر بینیدهای شما. یک موضوع بایی که شاید دوستا هم بفهمن شاید قبول نکنن، این باره دو امریکا دیگه مهم نیست که مردم در افغانستان چی میخواهند. در امریکا این مهم است که ما در افغانستان چی میخواهیم و با کی طرف شویم که ما بتانیم در اونجا با همه اهداف سیاسی خود برسیم. ولی لیتولی 17 سال امریکا تلاش کرد دموکراسی آورد، آزادی بیان داد، ولی دیدن که همه سرمایه و پول داره ای که در افغانستان آمد همش چور و غارت شد و دزدارم همه میشناسن و امریکا خوب میفهمه که پیسای امریکا پیش کیست و در کجا سرمایه گذاری شده. ولی حالا امریکا به نتیجه رسیده که دیگه بدیلی نداره به جز از اینکه با طالبان طرف شود. ولی شرایط خاص خود داره، دفتر دوبه برزمی امام قطر برزمی درست کردن که آزادانه بتانن امریکا هر وقت زمانی بدون که دنیا و اخبار و مطبوعات آگاه با طالبان تماس داشته باشن که یعنی لحظه هم دارن و با تراش کشانیست که میخواین به طالبان قناعت بتن که ما منافعی داریم در منطقه و ما میخواییم در منطقه باشیم، ولی به شرطی که شما ما را اجازه بتین بیسای از کریم ها مثل قندهار شندن بگرام باشن، ما از این بیسا بر شما پول کرایه میدیم و شما حکومت کنین از نوع حکومتی که میخواین، شریعه اسلامی میارین، کمونیستی رو میارین، دموکراسی رو میارین، هر کاری که میکنین مسائل داخلی تان مربوط و خودتان است، ارتباطات تان، ولی منافع ما را مد نظر گرفته مثل که ما در عربستان سعودی هستیم، در کوریا هستیم، ما به خاطر از این نیستیم که ما مردم کوریا را زیر فشار بگیریم و این منافع هم تا اندازه میگن که تا
طالب در افغانستان نه بدیل دیگه وجود نداره، دیگه در افغانستان بدیلی نیست، چون ما لیدر و زعیم و یک رهبر واحد نداریم که مردم افغانستان جمع شوه و یکانه کسی که میتونه در افغانستان امنیت بیاره و سل بیاره و دو زود دوزی و چور چاپال خلاص شد طالب است با موافقه با امریکا. البته این نظر من باید مانا نیست که من طالب هستم، من خودم یکی از کسایی هستم که برادر طالب ها بودیم صحبت کردیم، ولی حال سیاست دنیا تغییر کرده و امریکا هم خسته شده از این حکومت دموکراسی و این سرای جهادی در افغانستان. به نظر من اینو یک چیزی بود تا جایی که مخبار میکنم و یک چیزی هست. آره دیگه برای برکت مخفق نشد من مذارت ایشان نه نه خیر تشکر. ولی این آدم خدا تبریک کنم که مطالب نیستم نیست. درست بالای مفکوره صحبت کنین، بالای تحلیل آنچه واقعیت های افغانستان است، یکی باز به کدام کتگوری شما کشانیده میشین او را بگذارین به افکار مردم، هر یکی را به مو ظروفش به طور معقول آفاقی ابجکتیولی گفته باز یا تحلیل کنین باز به کجا کشانیده میشین. شاید مفکوری طالب با نظر یک بشری خوب نه برابر نباشه، مگر بشری مردم میگن که ما آزادی میخواییم، استقلال میخواییم، یک حکومت مرکزی قوی کار داریم، یا امریکا از افغانستان برای استقلال ما دوباره اعاده شوه، این مواد مخدر از بین برای یک حکومت سالم از این حالت برایم. اگر طالب این چیزا میخواید خب اوتومات شما با مفکوری طالب هم نظر میشین، ضرور نیست که شما برین با طالب ها هم کار شوین و دستنگر موی چرب دراز داشته باشین و یک خانتان واز و سب چپلکا در پایتان و تفنگ سرشانیتان. شما در بخش مفکوره، در بخش خواسته ها با هم نظر میشین. و طالب هم اینجا کسی نگفته که بیا طالبی شو با همراه ما بیا ثبت نام کو، بیا در طرفدار ما باش، بیا در جبهه آدم کار داریم. و گفت ما 100,000 نفر است ثبت نام کرده، ما برشان چی نداریم، یعنی فرصت نداریم، چی فریاد که زود نوبتی ما چی وقت میرسه، شما رو کارم ندارن اونا. و طالب کدام پولم نداره که کسی ماش بده، خود افغانستان در جنگ هستن شب رو. ولی لحاظ همین درهای گرایش به طالب از لحاظ پولی و منصب و دیگه و دیگه بسته است، میمونه آنچه اونا میخواین برای افغانستان و آنچه یک شخص وطن دوست برای افغانستان میخواه. و درست است در افغانستان معارف و نمیدانم پیشرفت و تعالی و اینا باید توسعه پیدا کنه و وقت همه همی است در جهانی کنونی که علم و دانش و اینا بیداد میکنه و چی میگه بحر علم است، یک طفل که حال تولد میشه گفته بعضی ها در علم در بحر علم تولد میشه، یک طفل خورد سای بسیاری چیزها را میاله میدانه و ما بزرگایی که در افغانستان بودیم یا در قریجات بیشتر کورکورانه اینه گوسفندی تعقیب میکردیم آنچه از گذشته ها مانده دیگه. بینان در تو یک وقتی معرف لازم است، پیشرفت ها لازم است دیگه دیگه، همین ازیر باید. مگر وقتی باز قضاوت میکنین که طالب معرف از بین برده بود و که چطور بود، او را با کی مقایسه میدارین؟ یا حقوق زن تلف شده بود، با کدام دور رو شما میخواین او را مقایسه کنین؟ باز با همون ظروفی که بود، ما میگم کابل ویران شده بود، طالب در کابل ویران داخل شدن، در کابل رقص مرده میشد، در کابل حزب اسلامی جمعیت و وحدت در برابر هم قرار داشتن، جنگا بود و دیگه بود، تعصبات، قماندان سالاری، پاتک سالاری، این واقعیت نیست. اگر نیست بیا یکی برای ما بگوی که نه والا همین چیزی که خودت میگی همین درست نیست یا همین از دروغ یا بیش نیست. یا فرضاً حکومت فعلی افغانستان خود دنیا او را درجه اول در فساد، در مواد کشت مواد مخدر، تخلف از حقوق زن دیگه و دیگه، کلی از خود از اینا میگن به سوتو آمدن از دست همی حکومت، و این خون دروغ نیست. وی امریکا برای طالب میایه خدا کنه که از بالا یک زاخ تا شو حکومت کنه، منطقه برای مردم افغانستان یک چیزی به تغییر بیایه، همی حالت تغییر کنه. بله سلام علیکم. من خطاب سید سلام میترام. رفیق جان باز برابر نمیگیرم، ببخشید یک دقیقه وقت دارم. میگیرم
معرف شود که مواد مخدر که امروز در افغانستان است 1 میلیون مردم است تماما که از ایران آمدن و مهاجر شده بودن در زمان طالب، 5 میلیون نیست، 1 میلیون معتاد داره که روز یک حال نمیفهمم امی آمار خودت از کجا میاد که با آمار جهانی فرق کنه؟ یعنی کل دنیا میگه که 6 میلیون از خودت اون تلویزیون طلوع میگه که 3-4 میلیون. یک جانبه نمیذارم، همیشه سر موضوعات روز صحبت کردیم، سر موضوعات روز. نه نه خاله، همین آماری که خودت داری، آمار بین مخدره در مناطقی که در دست طالب است کشت میشه. دو دیگه ما در زندگی هیچ کس دشنام ندیم ندادیم و نمیتم. اولین بار من میگم به ناموس همین شعله‌ای ننتم زنت اگر شعله‌ای خب کدام شعله‌ای را دوزد؟ سلام رحیمی در هرگز نه وام میگه شعله ایست، خودت شاید دور دو زده باشی. باز بایمی ادب که خودت آمدی، شاید استاد ربانی هم یک بچه ربانی سمی رقم خودت گپ میزنه در کانادا در یوتیوب میان نشه مویش افتادگی یک پسر استاد برهان الدین ربانی است. شاید خودت رو خیرم در یک سنف درس خوانده در جمعیت در یک دفتر وام هم تو پوچ و فحش میگه رقم خودت. بله سلام علیکم. الو سلام احترام برتان میرسه. سبا جان سلام، خوب هستین؟ خیر خیر. چی حال دارین؟ صحت من خوب است. خیر و خیریت شکر که با صحت هستین و صحت مندیتان همراه فامیلتان می خواهیم. همچنان و همه برادرها سلام تقدیم میکنم و البته صحبت های همه را شنیدم و همه سلام میرسانم. تیمرشا جان بسیار صحبت بسیار خوب و عالی کرد. اگر من هم میفهمم بعضی برادرای ما چرا اینقدر از چوکات ادب خارج میشن و اینا گپای میزنن که آدم تاسف میکنن. به تلویزیون جهانی چیزهایی میگن که ما اونجا تمام دنیا میشنون. خب بر صورت اما باور کنین یکی از امی برادرها آمدن گفتن که چیه امنیت؟ اگر طالب جنگ نکنه امنیت است. او برادر کجا امنیت است؟ چی امنیت است؟ از وقتی که اینا حکومت میکنن فجایع فوق‌العاده، رشوت خوری، یعنی باور کنین که هر چی است، هر چی است که هیچ گفتارش به نمیتونم که به زبان خود بگویم. یعنی حتی قماندان ها و بعض کسایشان هایشان است که از 4 تا 5 تا زن میگیرن، زنای بیچاره بدبخت میشن، درد دل زنها را کس نمیشنوه و هزاره ها فجایع. آل طالب بیایه، هر کسی که بیایه حکومت است، همه کدر باور کنین برادر محترم، حال یک طفل بسیار شق، یک اولاد بسیار شق گیریه میکنه، یک مثال میارم گیریه میکنه، آجی میکنه، مادر پدر میگه والا امی کارت گفت کرا بکنم که تو بسیار شق کنی. خب شق و گیریه آنه بگیر آخر مجبور میشه میگه تو بار کمون رو بمی گفتم این طفل کو کمی قلن گوش ما خارام شود. حال ما میگیم که همون طالب بیاید که همین خونریزی ها و جنگ ها خلاص شد، شاید که فکر کنیم که در آینده یک زندگی خوب به مردم افغان و یک امنیت عالی بیاید. بگل کجا امنیت است؟ هیچ امنیت نیست. یکی دیگه خانم ها میگن که ما که بیاییم داخل میشیم، بر ما گفتن که ما صدایت شنیدیم، ما که داخل شویم ما میترسیم از این برادرهایی که گپ میزنن یکی دیگه خود دشنام میتن. گپ راجی زیادتر از سبب کشور گپ نمیزنن، فقط یکی دیگه خود در دشنام میتنیم، میترسیم که ما رو دون دشنام ندن. یک زن یک خانم که جنگ کنه باور که دست ده مردم دوانم گفتم که دست گم هم نیست و جنگ خو یک آدم هستید. بله گپای منطقی بزنین یک نفر بگوین تا آن درست است. مثل که من یک خاطره دارم به زمستان که میشد به طرف جلال آباد میرفتیم، در جلال آباد تلاشی بود، تلاشی بود، به خانه میرفتم تلاشی میکردم، یک خانم شوهرش نبود، اونجا زن دیقان بود، نفر آمد گفت که ما تلاشی میکنیم، گفت شوهر من نیست حق تلاشی نگم، نه ما مجبور هستیم، حق یا نیست ما بر تلاشی کنیم. گفت یک دقیقه باش. امی تبر کشید از خانه، گفت با خدا که یک نفر بیای امی سفر بشه میده میکنم، شوهر من نیست دقیقه امی چی حق داری؟ با خدا نفس تانم میکشم، با خدا امی تبر که دمی پرق تان بزنم سای تانم میکشم، با خدا خوبانم. بل بل امی باور کنین که ده نفر امی تلاشی ها بودن امی تو بریختن از دست بزی خانم او را که غرض رو میگیرم میگه دستن داخت کشور خود خدمت
تشکر سبا جان. از برادرها خواهش میکنم که حرفای خوب بزنن که ما همگی میشنویم. خدا بله ما از شما میشنویم. تشکر سبا جان عزیز. شما میخوایم بشن. نه خواهی تو راست که یکی خوب باز بعض انسان ها چی مرد هستن بهانه های طفلانه میتراشن. اوکی یک نفر گپ زد او مهم است که خودت یک تحلیل کنی با یک خانم افغان در رابطه با کشورتان. او مهم است که بازو یک آدم میاد شاید در صد بگویم یک او بیا و باز خانم توبیخ کنه از او میترسی مگر که ملت در خون آغشته است نظرتان با یک خانم نمیتین. دو دلیل بسیار در برابر یک دیگر ناقص میبراید که یک آدم حالت عاجل است و او سه بیشتر با ادبیات باید چی کنند رفتار کنند. در لس آنجلس یک آغاز نطاق است و سه بیشتر شمرده و سه بی لغت های کنه و که دکشنری روا میکنه و یک 200 تا لغت داره سه بوده بچه میگه در یک مجلس سه فاتیه بود و سه بیرون کسا مترار در بیجای پارک کرده بود. امریکا قاعده است که اگر یک کس دمون خلاف قانون پارک کنه باز موتره می و موترش می برسه بازو مجبور و صاحب برا و پول بته و راز اونجا میگه یاد نشسته بودن در مسجد برای فاتحه میگه یک نفر آمد که زود مردم بگو که موتره رو می برن تو می کنن توینگ در امریکا. بازی را آقا را گفت که تو انانسر هستی بخی گب زن. بازی خسته بود که صاحب سلام علیکم صاحب شما خوب هستین و خیر و خیریت و صاحب بروح مقدس والا گوهر چطورکی و این حرفا رو زد و زد درود میفرستیم خدا اینا رو بیامرزه و صاحب ما گفتم نمیتانم و نمیدانم که چطور و صاحب برو برو باید گفته بود که او کسایی که ارادجات خود را و صاحب در فلانه جای پارک کرده و خلاف قانون امریکا و شما امریکا را میدانین و که چی شده و اونو موترار از اونجا تو میکنن و صاحب شما احتیاط کرده باشین و صاحب ایره که گفت میگه یک دفعه قال مقال شد که او بدبخت قدر گپ چرا زدی خصدا میکدی که علاک مترا رو برد که ما میدویدیم نیم ساعت خودت گپ میزنی و لغت میگی و راستی گوه که رفته بود و مترا رو سب یک ده دانه رو تو کده بودن اونا رسیدن و سب دمو دقه و برده بودن مترا دیگه. حالی ما حالت عجل داریم زود گپایتان رو بزنین و منطقتان رو بیان بدارین که وضع بسیار خراب است. بله سلام علیکم. څنګه قاضي صاحب جوړ په خیر ورته وځم ما نه فیصله کړو چې دا ومه اش په نتر باندې زما د شته په موخه ورکو چیرې د شته په وخت چې غوتونه کوي دا دې نه دراغلي په دات واسطه د وافته کې کله سره چې لیت یې سم نه راخسي خدای مېرمن ته شانس ورکو دې ناراضي دا که تاسو ساده ساده نامه واخن خوندوره رنگوره ګرد ته ګران خوشول دا یو څو نفر دي ته به د ګرد احترامون ډیر کې دې احساس ته کوم تری پټې کې کدا دغه دې رفیع دې کدا قیام کې کدا اختر دې دې ولی پښتانه نه یو دې احساس ته کوم تری کې چې ولې افغانستاني ولې تاجکو ولې جمعیتو نظر شه قصبترین رزلترین د ناموسترین تنظیمو خو تاته در معلومه ده د رباني په خپله د جرمني تاسو دغه دوه وار درسته زه بې پیره غواړم پر دا باندې راشي چې د رباني یو مفول قصب انسان و دا قیام دغه د رفی د لوکې انسانیت ده کې دا یو خیرات خوره په کانادا کې دی نه نه خیر د صاحب هغه ته هغه بیا خپله نه نه قاضي صاحب زه متاسفم دغه خبرې قاضي صاحب روان نه بولم دلته د تاجکو د پښتون مسالم نه ده ډېر پښتانه دي خیانت کوي ډېر پښتانه دي صاحب شیان کوي صاحب دغه سیزی ګورمه بیخي د پښتنو رنګه یې بده کړی پښتون کې هم بد شته تاجک کې هم بد شته د تاجکان اکثر ډېر ښه خلک دي صاحب هېڅ مخالفت لري همدغه بد حالت سره اوس به د ازبکانو کې دوستم هم تا درلود و اکبر بای غنده سرای دیم درلود
و دا پا قوم پور ارتباط نلوی دا گناه و دا ثواب پا انسان پور ارتباط لری چه چوک چکی اعمال و دا خلق و اعمال پا اکتون پور ارتباط اکثریتی او برور با اتفاقی اکثریتی چاری دراخیسی او دا بل پا غاره دیگه دلتا ما تا خپل پا دا تلویزیون که او سرای خپل پا اکتون می چه پا آغا بنده پا صلح بنده ما سر جنگ که چه اول صلح ما گوکتا دو متا گوکتا تا دروغ ویلی تا دا وکر دا سی والا مگه خفا کرول چه وورو رت پختونی درست او زم پختونی ما دلتا ما تا دری دقیقه گیدلی وی تا دروغ وی زوای ما چه خیم جدیدی سا پخدا یا پروگرام مخیطا چه والا یا چو نفره دی صلح پروگرام دی تام تاییدوم دی اغم وی تا خلقه نه پیسی خلالی دا سی دی محضر دی عام که دا سی شای بی ثبوت را توای اغام پختون ورور دان ورور پا پختنو پر ارتباط نلی دوم را چی توک توک به اتفاق قوم پختون ده پا دنیا که دا سی انسانان تا سی پیدا که وی گوری دا لگ زر چی او سرای وی گوری پختنو که چی لگ زر اولان دی لار اشا که او زر دا سی ورت جوری یا خپل پختونی ورت جوری دی غلو پارا پا پختون و تاجک نده او اکثریت خلق دی افغانستان دیر دی پا افغانستان کی تعداد دیر ده مگر دی اغل نگانه دی اتفاق دی کار دی بل بل پار ایت جور سوی ندی آقا آقا دا لویان دی پختنو دوی لسم دست دوست پنگمو ایا اتلالی و اچتا اخپل قوم تا دعا کولی چه خدای مگه پا اتفاق که خدای مگه تلک زر عقل را که بلکی و ایو سریب دا او گل آسور که خودو چه ورورت پختونی وای و وای دا کبلا کومی خواته دا چه دی کبلی تا منز نکومه چه طولی که ایز وارم زانتا یو کبلا ولر آقا ایران پا چه چه خدای چه تا خواته ای تا کورتا نکی زانتا یو پختون بلا کبلا لطینو زو سو کم دی خلق دلته یی واسی به مثالونه درته وو قاضی صاحب په دې باندې په دغه بیا کلو پښتنو باندې ملا مت راړه ورور بیا ستا پښتانه دي سړی پلې نه نه دي دوی له درایته ای دوی له شرافته دي دوی له سخاوته زه ولا لذت وړم زه خو دلته یم هر چا سره مې سر کار ده تلیفونونه راځي تلیفون ورکومه خبرې ورسره کومه په خدای له دا څورت وایي په اصطلاح د پښتنو چې وایي له اختلاطو له خبرو دي نه مړېږي دومره ماته زه دا وخت ماته ډېر کم ده په دې چې رقم رقم تلیفونونه راځي لي او چا سره درې څلور دوه ساعته یو ساعت نه سم کولی وای ځینو سره یو ورې لاړ شم پسې ځم ما دا نور تلیفونونه راځي خوشې کوم دومره همداسې تاجکانو کې همداسې په ازبکانو کې همی اکبر بای وفات شد ما ګیریستوم بالای مرګ اکبر بای ما پښتون استوم ازبک ترکمن است مگر ما گریستم با فامیلش عزاداری کردم نبودی از او آدم امیال جایش خالی می دانم پس در افغانستان در می جمله عزاره بشر دوست ما دوست دارم شخصی بشر نیکی است او را اگه ما مقایسه کنم با خلیلی و که مزاری و دیگه و دیگه یا آدم برش داره یا آدم وطن دوست است یا آدم بدون تعصب است برای کدام حزب کار نمی کنه برای ما بیتفاوت است برادر که کی با کدام زبان گویا هست که قلب از او کرداری از او چی میگه او بره ما بسیار مهم است بله سلام علیکم بله سلام علیکم خطاب صاحب سلام امشیرا خیر و خیر خیر و خیریت چیال دارین صاحب شما بابا آقای کانادا خب بسیار گرم است تو والا اینجا بسیار خوشگوار است اتفاقا مرا یکی همی دوستای ما از ویرجینیا گفت میگه تو یک هوای شرش داره که میگه روی آدم فکر میکنی سر آدم شرش باد کرده برای کدام عروسی رفتن ما گفتم والا اینجا خواهم بسیار خوب است یعنی هوای اینجا یک نعمت کلانی که ما داریم اقلیمی بسیار خوب داریم شما نزدیک بحر هستید نه بیای بحر هم همین خود کالیفرنیا در مجموع هوای بسیار خوب داره به مقایسه بسیار خوب خب عیش کردیم در می دنیا جنت رو میبینید والا خواهی افکار آدم در عیش در هر جای در جنت هم باشی که اصابت نارام باشه نه من خو خطاب صاحب اگرچه من طرفدار بفکرید نیستم مگم به شخصیت به کرکترت بسیار دوستان دارم تشکر از لطفتون دیگه همین لحظه بعد یک چند دقیقه تلفن در گوشم بود نزدیک بود که پس به گوشی رو بانم به خاطر از اینکه امی قاضی جایل
چقدر تاجیکی دوزد. تصادف که مام تاجیک است. من میگم خطاب صاحب همی برنامه مقبول شما بنام پیام افغان است. اگه شما پیام کل افغان ها رو بشنوین نظرهای خوب خرابشان هست. خراب خود ندارن، همیشه نظرشان مسئله سیاست است. دیگه شما زیادتر در تلویزیون تا همی دبی برنامه تان یک چهار نفر که میای کلشان طرفدار طالب هستن. ما بسیار خوش میشیم شما طرفدار کسایی که غیر طالب هست مثلا نظر از بورم گوش کردن، مثل امیدفی اختری صاحب. یک چهار نفر هستن راستی که من نمون مقصد اختری صاحب آدم بسیار فامیده. بله بله من یقینم. دیگه یک نظر به امی برنامه شما، امی شخصیت شما، امی یک چهار نفر هم اینجا دو نفر زیادتر از این همیشه می خطاب سب دو میزنم. یکی مومن که همیشه بسیار بد هم هست، مجبور استم که برتانم تو بگویم شهر مثلا می کلمه از دارم برای کلمه ارامی رو زیاد استفاده میکنم و کلمه فاشه رو بسیار استفاده میکنم. و یکی دیگه یک آدم دیگه است که نامش ریزگل است کمی هم زیاد می که پای پیشار مسئله خشته که گفتار من در جایی که زنگ میزنم زنگ بزنم مگم دمی پروگرام شما بسیار بین معدب کرد بزنم. من همین نظرتان میپذیرم. وقت میگین پوچگویی و صاحب کلام زشت خوب شما هر کلمیتان از خدا است، رسول است، چقدر مثال هاست پیغمبرهای ما میتن. و یک چهار نفر دیگر دیادت میه به خدا خطاب صاحب میگه کسی دوستان است که شما را چی میگن دوست آدم میرنجاند دشمن آدم میخنداند. من دوستتان هستم مثلا باور به خدا در پسر چی میگن میگن که شوی جری اسپرینگ دیدی ما برو خطا شفتم او کجاست یک امریکا یک شو داره بله نفنه پیام افغان برو اگه مثلا جنگ خود داری تو برو اونجا گوش که چی جنگ هایست یک کسا دیگه وار اگه باشن از شورا بتر میشن که یک کسا دیگه وار میکنن. امی خطاب سر بمی به نظر ما بمی از این که هیچ امی رو بسته کنین خوبتر از این که چهار نفر به بدنامی برنامه شما یا رو بسته کنین یا مثلا شوی خود بسته کنین. به خاطر خدا نخواسته امی شما در پشتر مردم بسیار در پشتون گپ میزن. و در پشتر بسیار گپای خوبم ما میشنوم برای ما تلفن میکنن دعام میکنن بسیار بله تشکر. بله بله میفهمم امی باید مردم گپ نزنن. شما خطاب سر بمی مردم ها در پروگرام تون داو نمیزنه. اول خو ما خواهش ما از دوستایی است که ما 5-6 تا لاین داریم. اگر شما تلفن کنین و 10 نفر چون شما تلفن کنین باز تلفن مشغول میشه و وقت نمی. ما خو گفتیم که هر کس تلفن کنه، ما نگفتیم که تنها اونا تلفن کنه دیگه نکنن. این که بیشتر رفیق گپ زد امور میموندی حالا ماندو میشه دو دفعه تلفن دو دفعه تلفن گوش کن 5-6 نفر شما میجا دارین کشم برادرهای پشتون ما سلام و زبان فارسی هم میزنن. حالا من کشم طرفدار طالب هستم. حالا من نظر غیر طالب هم گوش کنه. حالا من میگم ما افغانستان چی گپه. حالا یه طور است من رفیق جان شنیدم رفیق جان گفتم که شما تو کنین که مقایسه کنین که پیش از طالب مکتب باز بود او باید دوستانه جواب میداد که نه باز نبود یا باز بود به یک دلیل. ما میگم یا کمک یا شما که تلفن میزنین لطف میکنین ما ایر ارج میگذارم. ما یال بسیار کار صحبت بسیار خوب کردین یک بیلانس به وجود آمد. ما میگم شما عروس تلفن کنین نگذارین که آدم تلفن ما یال وقت آخر زنگ زدم باور به خدا که ما از 4 نفر که میجه بیاد نمیشوی شما زنگ میزن آدم این از این میتسه. من خودم بسیار شخصیت دارم خطاب سر نیخو شخصیت خو دارین بله. من خوش دارم که من خودم سابق در اسلامی بودم از روز که من میگم از در اسلامی بودم از روز که اسلامی وقت که در کابل کامیاب شدن در امرای دیگه مجاهدین دست یکی نکردن من ازشان دور شدم. من خودم هم خوش دارم در سیاست هم. اما خوش دارم که در پروگرام شما من زنگ بزنم کل خبارا رو میگم زنگ بزنم. اما این هم یک چهار نفر که باز می آیا خاله میگه یا فلانی میگم یا به نظر من کار خب من میگم تشکر سه بسیار لطف کردین از محبتتان از لطفتان اونو خوب شد از دهن شما شنیدن که عرفای رکی کاری خوب. اول خب ما به این فکر استم که اینجا پروگرام بالای مسائل افغانستان است. بالای بینندگان قضاوت کردن در یک پروگرام او جایز نیست.
او را از اون برادر ما که اسمشان نگفتن از اونا از خود ما دیگه، ما از رفی جان خو یک سوال شرعی کردم. ما گفتم خب اگر یک بار بگویم خب میگم خیر از فرق نمیکنم، اگر مکرر تحلیل یک جانبه اگر داشته باشن خب ما میگم خب طالب بسیار بد، مگر خوبیش کدامی کی است؟ او را اگر نگویه و بیان نکنه و یک طرف روان باشه، ما برای دوستی برش میگم یا از شما خواهش میکنم که شما بیاین. یک نفر حرفای رکیک میزنه او را باید نگویه، ای کاش نگوین، مگر ای که لینا باز سر یکی باید صحبت کنه او را ما خب ممانعت نکردیم. اگر ما این را میگفتم کسایی که پشتون هستن و بیاین و کسایی که طرفدار طالباس لطفا مهربانی کنین، یا مثل بعضی تلویزیون هست آدم همینطور قصدی و مستقیم میاره، تا ما شنیدم که از این طرف برای از او آقا تلفن میکنه که بیا خیلی گپ بزن درباره نمی آدم هر چی در دهنت میاد بگو. از ما خلاینای ما خدا و راستی واز است، هر یکی شما تشریف میارین من بسیار خوش میشم، هر نظری دارین. یک نفر دیگه یک نظر دیگه داره، ولی اگر یک نفر طرفدار طالب است ما قمچین آور دارم و بزنم در کلیش. برای رفی جانم موقع داده میشه هر روز هر یعنی متواتر میان صحبت میکنه، من یگان بار ازشان سوال دارم، اونا هم خودشان میگه که نظر شما هم در این رابطه میخوایم، که اختری صاحب میگه که نظر شما و بینندگان کار داریم، وقتی مرا ما شامل میسازه نظر مرا میخوای، خب ما میگم که نظر ما اینی چیز است این چیز است چیز است، و باز ما اگه کدام نظر دادیم خب ما بی‌طرفانه نظر میتونم، همه مشکلات نشرات میپذیرم، یک نظرم بیان میدارم باعث یک فرد افغان او باعث ازی نمیشه که چی شما، مگر هر یکی میتونن بیاین خلاینا باز است، بیاین بگوین که مطالب به این دلیل به این دلیل به این دلیل، یعنی نقصش هست یعنی فایدهش هست شرایط افغان، ولی گپ از طالب بود دیگه و دیگه بالا هست، گپ از امریکا هست، تصامیم کشورهای زی دخل در قضایای افغانستان هست. ما متاسفانه متاسفانه هر چی کشوگیر میکنم که او برادر بین یک کمی عمیقتر صحبت کنین که ما بدانیم ما نه تنها که بالای مسائل افغانستان سطحی صحبت نمیداریم، تکراری حرف میزنیم. رفی خواهی اینی چیزه که یک دفعه گفته باز اینی چیزه باز میگه که از قط دیوال نان میپالیدن و که طالب پاکستانی سو مزدور است و دور طالبان خوش. ما یک روز میخوایم که امی گفتار رفی جانه در هر پروگرام که آمده ای را قطع قطع دو دو دقیقه بسازم، یک 20-30 دقیقه شاید از جور شد ای را متواتر میمون با شما مقایسه کنین که ما چی میگم دیگه. به اول لحاظ ما میگم که اگر بیان که کمک عمیقتر صحبت کنن، باز که نمیان خود شما بیان صحبت کنین، یک نفر دیگه مگر یه همه بترسه که او باز گپ بد میزنه و خاله میگه و ماما میگه، شما کوشش کنین که شما زیادتر بیان که اونا موقع میسر نشه و برای از اونا. مگر شما هم نمیان باز سال یک دفعه دو دفعه لطف میکنین و اونا رو میگین که چرا طرفداری از طالبان میکنه و حق داره او طرفداری طالبان رو کنه و شما طرفداری یک نفر دیگر رو کنین، یکی هیچ جانبداری نکنه حرف دیگه بزنه، تنوع افکار است. چی به هر حال آقای کریم نوری صاحب روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از طریق تلویزیون پیام افغان در چه سخن برنامه شان است. بله سلام علیکم. وای صاحب بزرگوار سلام و رحمت. سلام خیر و خیریت چال داری قربان. وای صاحب بزرگوار خوب خاصه. الحمدلله تا این دم کیمی صاحب بفرمایید. برادر بزرگوار ما میبخشی بساز کسانی که در روی خط میاد، من بارها گفتم که باید از پیام افغان از الحاج عمر خطاب چیزی بیاموزیم. دیگه آجی سه بعض کسا کسی رو توپه میکنه خوب نیست، همیشه در باره یک چیزی همه چیز فراموش کرده یا فاش گفتن و پشتون تاجیک برادر ما غیر از دیگه هیچ حرفی نداره، همه حرفایی کنه. امروز خواهر ما خواهر کوچیک ما که عشق میریزیم عمر خطاب ما خو یک برادر کوچیک تاسی ماست میفرست زیر موتر که داشت غنی چرا امیر نمیر تیمرشاه حسن امان کیوان همی دیگه همی کسایی که می خواهر ما زیر موتر شد تکه تکه پارچه پارچه شد همی از بمی حرف نمیزنه و آجی سای موترم اما حرف کونه حرفای جنگ بین پشتون و تاجیک می بر یک تیمرشاه شولهی که خودش کل اگه بر کل اگه معلوم است دیگه خود از این همان خلقی دواتشه و دیگه اقوام چی میکنه ما دست پشتون خود می بوسیم از تاجیک خود کلش برادر ماست ما که میم زده اشرف غنی گرم میداریم و حکومت هست یک عقل نداریم که ما زده اشرف غنی به خاطر که خیانت میکنه و آجی سید کل اگه چیز
یک پاپیت است. حالی من نظر من ایسی اگه افغان بیایم انتقاد کنم نه داریم داد شما یک انسان شریف از فامیل محترم هستین، همیشه برای من چانس میتین، همیشه از واقع صحبت میکنین. واقع یک انسان من قبلا گفتی حاجی صاحب سخی که میگه حاجی صاحب حاجی صاحب محترم بهترین انسان است. او بچه من رمیده چند بار گفته او وطن دار. من حال درکت میکنم، مثلا نه برای چاپلوسی میکنم نه کدام چاپلوسی دارم. ما واقعا درکت کردیم که همیشه من زود پشتون احمدزه صحبت میکنم، شما مرا چانس میدین. نه او را خواه حق داری بیادر سر اول خود سر خود ما اگر کنم انتقاد داری او را ما آزاد میپیشم. حاجی صاحب محترم بسیار محترم انسان است. ما همیشه گفتیم دستت هم میبوسم، ریت هم میبوسم، عالم امورم شعارم از خدا حافظ، روز خوش مدن. نه حرف خوب زدی، انتقاد خوب است. بالای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است، بالای از او اگه شما انتقاد نکنین. حضرت عمر رضی الله عنه را از یخنش گرفتن در جلوی مردم در مسند عدالت نشسته بود. او سیکیوریتی گارد بگویم محافظینش آمدن که او آدم آور دارن و بکشنشه که خلیفه را به احترامی کرده. باز حضرت عمر رضی الله عنه جایی که او آدم بگوی که مرا توهین کرده و رفت سجده کرد و سجده شکر میگیشه. باز مردم گفتن چرا نماز خواندیست؟ میگم حالا شکر بایی کشیدم که ما امی عدالت برقرار ساختیم که از یخن ما یک نفر عارض می از یخن ما میگیره، حق خودم میخواه. دیگه اینه ما چطور شکر خداوند به جا نسازم که ما می هم موقعی را برای مردم مساعد ساختیم که بیا از یخن ما بگیره. دیگه از رد چی آقای اشرف غنی هم صاحبی را باید بپذیره اگر میخواه برای مردم خدمت کنه که از یخنش بگیرن، انتقاد بالایش داشته باشن. دیگه او خوب است برای آقای اشرف غنی که شما از رو انتقاد کنید و باید هم کنین، چون منبع اول یا چی میگه قماندان اعلی هم او آدم شمرده میشه. آمدیم بالای او دختره که ماست میفروخت، ولی این ماست فروش قضیات است بیاده، نمی کابل گرفته تا لغمان که دیگه صاحب یکی ازیر زیر موتر کده به هزارها طفل افغانستان. صاحب ما که از امو سرتکانی داریم که امی سوغات ناتو امی است که فرزند رفیق جان میگه 1 میلیون است، صاحب 3-4 میلیون نیم، 1 میلیون بیشتر عدد کلان است. ام 500,000 نفری که مخمور بودی رو مقایسه کنین از دوران پادشاه تا داود خان و این نظام های حکومتی که آمده سپری شده در کدام حکومت شما داشته؟ و رفیق جان همی 3 میلیون نیم، 1 میلیون بیشتر آدم زیاد است. در خود 27 میلیون از لحاظ فیصدی بیشتر عدد بزرگی تشکیل میده. و قربانید شما و ارقامی را که شما نمیپذیرین او را که میپذیرین بسیار بد است. یعنی می ماست فروش و که نمیدانم کلچه فروش و در خیابان ها اینا جایی که برن تحصیل کنن، پیشتر خود گفتی که تحصیل نبود در وقت طالب، ولی می ماست فروش هست. شما همی داستان شده طلوع بود ما نیاوردم و قضیات توجه نشد. نمی طلوع را خبرهای امروز برین ببینین. او یک برادر نداره و برای فامیل و ماست مفروخت که برای فامیل نان ببره و همون طفل باید مکتب میرفت. ولی کجاست اون مکتب که در دور طالبان مکتب نبود؟ ولی که چی میگه کاکای بزرگ ما و شما آمده ای 49 کشور پول آورده و بیاین مقایسه کنین. او طفل باید مکتب میرفت، جای از او ماست میفروشه و در ماست فروشی زیر موتر اشرف غنی میشه. در می کابل میرن سبه قماندان ها و کسا. یک روز یک داستان میکرد، میگه یک زن چادری والار میگه زیر موتر شد و سب موتر تیر شد، از طرف میگه چادری خود گرفت بگروز که نمیگروزی. میگه یک سوت و لغت از زیر موتر برآمد. باز ما گفتیم او بابا خو میگه موتروان میگه حالا تا میشه ایره لط میکنه که چرا پیشوری موتر ما توی چادری والا زن آمده بود. وقتی که موتر ما تیر میشه شما باید خودت بچ کنین از موتر ما. این جایی که موتروان تعجیز کنه، چون او قماندان بود، میگه او زن گریخ که مرا غرض نگیر. میگه شما خوی نمی چیزا را باید بپذیرین. از او خاطر ما که یکان بار ای نیست که رفیق جان چون مخالف طالب است ما او را یکان بار گوش مالیگک میتوم ای که عدلانه قضاوت کنه. اما تو قاضی صاحبم استاد کردم که حرفا را نزنه پشتون است. یکی دیگه گپ در پشتو و فارسی و که طرفدار طالب و غیر طالب نیست. بله سلام علیکم. خطاب صاحب
بیشتر باید من شما یک سوال دارم. من چی گپ خراب سرم؟ خب این میگه که همو میگه دیگه میگه من شوله هم نگفته میشه. گفتم که یک نفر یا زنش کتی کمربند دیده بزنه باز اون زنش یا میاد چه بچوی بیمار تلفن کرد اون طرف داریش هم میکنه. نمیگه که خود همی رفیق جان بیناموس از گپ خراب. نه خیر خیر سبا اما اون کلکی را مراحت کلکی را ملامت میکنه اما رفیق بسیار یک زنکی نره بیمار. خیلی خیلی بله سلام علیکم بله خطاب سر سلام علیکم خوب هستی؟ وعلیکم سلام خوب هستی بیاده شکال داریم کجا هستی؟ برفی جان میگم امی رفی جان ما برای دیم من که پاکستان آمدم باور کن امی گلبودین که ربانی در یک ریکشا میرفتن امی آمدن فهمیدی؟ کجا میرفتن؟ یکیز نداشتن هر دوش در ریکشا میرفتن؟ نه در یک ریکشا امی ریکشایی که در چیز میگن در هندستان یا که در پاکستان که هست و خدا دوش میگه یه چیز نبودن باز پسان سر این پیسه و این امی چیزا هزاران نفر یا دویر خواه کردن در این میدان تنها این میدان رو ببینه این میدان وردک هم باور به خدا داری خطاب شد من کل چیزا یار خبر دارم با خدا دو هزار نفر در نمی بین تنظیم ها کشته شده که اون همه که نکشته دیگه چیه که پشت جمعیت هم میگری مسلمان بچه هستی دیگه این امیده فکر کن که اول نمی اگر برد میدونه رفی جان همی هر کسی که دو میدید خودش دو بزن کسی دیگه در خانه میشی یا دو ندن با خدا من به تو فکر نمی کنم که تو بلا اینه با من فکر نمی کنم که تو همت یک دو شتی بزنی با خدا ایران ماندم برد دیگه خطاب شد یه نالی میگه جمعیت در اون وقت که من اما مجاهدین موفق شدم من کابل رفتم یک ماه من میخواستم اونجا که باشم با خدا کارم برم بود با خدا او خطاب شد من در اون یک ماه یک نیم ماهی که بودم من یکان 20 روز در ارگ رفتم و می آمدم شبانه من 10 بجه شب 11 بجه شب 1 بجه شب از ارگ مبر آمدم که نمی چیزا می آمد بود کابل فهمیدی خطاب شد با خدا اینه اینه من رفتم تا می شدی اینه کنه جدست جمعیت بود دور خود گل بودی نگفته بوده تانه مقصد که می رفتیدم تشنابه بود 40-50 داره تشنابه بود با خدا کنش سنگ پر بوده دعوز او بازی که نجیب داشت کلش چتلی مرداری بود ولی یاد خدا شما با اوت نفرهای را آورده بودن در افغانستان که ورگه نیده بوده قسم آدم ها را امیر را مراحت کنین پوشی مسائل نگردین کسی را دو چتی نزنین ایتو با دو خراب این نمی یکی تاپا زدن از شلعی و تیمار شاستن بیتانه شلعی بیده چی شلعی همی هر کس شور خود شلعی باش کل ما را چی نامانه تیمار شاستن خدا ایسه که خطاب شد این همه تو یک گل بودی را امروز آورده سبا این نمی طالب این همه تو میاره اگه این همه بله بله همیره میگو بله والا آبه در یک طالب آورده بود یک سبزیکار بود یا دوکاندار بود آورد در ارگ داخل شد و کرزه هم رفت سلامی زد و که آمده و چی و خوب همه چیزا هم خط و کاغذ هم گرفت پول هم گرفت بخیر بازو که پاکستان رفت و خنده میکرد از چی میگرد از خنده زوف بودن که کرزه بازی داده یه خود نماینده طالب است ندگه است یک سبزیکار است همی خود یونیفرم طالب باید به لحجه قنداری غلی صحبت کنه یک چند آیت تو سب انشاءالله و عین و اینا را قوی قوی ادا کنه سب این مویای خدا کمی جر کنه و چی باشه اونمو خلاص بیادر اونمو یونیفرم ولی چی میفهمیم که اینمی طالب نیست به اول لحاظ شما میتونین زود امو میکیاش کنین خدا به نام طالب و به نام جمعیتی به نام اینوان امی طالب مگر نبود که آمد استاد ربانی را پراند کشت و امی آقای استانکزای او را آورد برد که میخواه جلسه کنه با امرایتا بسیار ساده است یعنی در افغانستان هر کار صورت گرفته میتونه دیگه به اول لحاظ حرفی را کی خوب نیست و یکی دیگه شعله ای خو حال کلگی یعنی ارگ از شعله ای و پرچمی پر است دمی اروپا جایی که یک تلویزیون برام بهار یکی زنده می شعله ای و پرچمی برای انداخته اعضای از و پرچمی است همین شما میلانتان هم میتونم میرین در اونجا گپ هم بیزن امروز بسیار وطن مردم بسیار خائن هم شدن سه همه امروز این مظاهراتی که در برای دوستم میشه دوستم بر یک آدم که زن از منزل چندم خدا پایان انداخته می نایید شهید چرا خدا کشت به شهادت رسید از خاطر همین ملیشه های دوستم بود
یه قدر حریم مردم و دوستم مردم و بیناموز ساخته. یکیش همی ایشچی از چند تای دیگر هم میگه اونا خود خب زدن سب که نامشان بد نشه. همی دوستم بیشار آدمی رزیل است و حریم یعنی یک نفر که زیر دستی از او و سب توانی از او را نداره و همی چیزای لواتت و چیزا را بیشار یعنی آدم کشت رزیل هیچ سب یعنی رحم به هیچ چیز نداره. برای از اون سب خیابان ها پر شد زنم میاد چیغ میزنه برای از گله گازو رفیجان میونه دفاع میکنه ترقص که تنها یک شی نیست ولایت نیست دیگه این کلی رفی رو خداوند جورو تیار کنه دیگه ما چی بگم ما رفی رو بانیم درست است میمونیم مگر خوب با دلایل و برادر و دوستم و آدم آمد دوستم واری فضول وطن فروش و یعنی کثیف انسان دیگه بسیار کم شما میابین و اون کثافت ها رو ناتو میاره در اختیار خود قرار میده دیگه از واقعی شما دفاع میکنین دفاع بدارین طالب هم هر چیز که دادانیتان میایه بگوین مرا بلی از خدا خود از طرف هم خواه کمی گوشتان بگیرین که از طرف دیوار بام میفتین مغزایتان میبره به هر حال دوستان عزیز آقای کریم نوری صاحب مشتاق نوری صاحب روز شنبه تشریف میارن ساعت یک بعد از ظهر با وقت کالیفرنیا ما هر کدام به خداوند دلای ازال می سپارم دوستان عزیز انشالله وعده ملاقات ما روز دوشنبه انشالله خواهد بود اگر حیات باقی بود و از دست همی ما خود ما خلاص شدیم سه ما قدر چی میگه ما یکان دفعه همی بعض دوستا کسایی که میگه ما دوستی تستم و سه ترقص جگری ما رو خون میکنه برای ما یک مصیبت میشه ما میگم بیادر همی توار یک دوست اگه ما دارم ما سه بیچ عجت دشمن نیست ولی اینجا تیمورشای بیچاره رو من میشناسم بیچاره هم اینجا پروگرام داشت ولی همونجا میتپه دیگه او بیادر نه شوله ایست نه پرچمی نه کدام خلقی است اگه آدم است که در این امریکا زیست داره با زندگی بخور نمیر نه مال افغانستان رو چور کرد از اینجا 80-90 هزار دلار رو برد اونجا تقسیم کرد قد عقب از او تبلیغات صورت گرفت و آدم هم خطر هم پذیرفت جایی که از او تشکر کنه که تشکر والا بیادر تلویزیون پیام افغان پول جمع شد خودت هم ریسک و خطر قبول کردی رفتی آفرینت شاباس والا چشمت صدقه والا ای شوله ای ولی شوله ای چرا خیرات کنم برد خیرات اشتراک کنه دیگه یا فرزند نمی برادر ما که می گپ میزنه بسیار داستانای خوب یک کلمات زشت در برابر دوستم که گفته بگو یا تو یک آدم کثیفه مر تحلیل از او بسیار بجاست منطقی صحبت می داره بسیاری مردم و دوست دارن به هر حال گران دوستان و هر یو تاسی به خدای سپارو په مخه مخه دی خدای پام